ګران دوستانو سلامونه او احترامونه خراغلاس د سپینو خبرو پروګرام ته بیا هم د افغانستان په پیښو به انشاءالله سره غږیږو. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز عزیز سلام او احترام. خدمت فرد فرد بالای اوزای جدی افغانستان طور معمول اخبار یا رویدادهای روزمره را آنچه در افغانستان خصوصا با وقوع میپیونده و یا آنچه در بیرون از کشور و اوزای افغانستان البته ارتباط داره به بررسی قرار میدهیم و البته این پروگرام خود خاصیت از او مواد از او همی است. به هر حال سفر غیر مترقبه آقای اشتن کارتر وزیر دفاع امریکا و افغانستان و وعده هایی که اونجا سپردن که در پهلوی اردوی افغانستان نیروی امنیتی افغانستان در برابر طالبان در جبهات اینا جنگ خواهند کردند و البته وضع امنیتی افغانستان به هم خورده و همچنان آقای اشتن کارتر در کنفرانس مطبوعاتی با آقای اشرف غنی ظاهر شدن. اونا گفتن که پاکستان محل ارسال ترور و تروریسم است و لانه های ترور و تروریسم در پاکستان البته باید از بین بروه و منهدم بگرده و علیه طالبان شعار دادن. در حالی که خبر در اینجا جالب یه خبر دیگه هم موجود بود و خبر تازه هم هست که security situation in Baghlan stalled, say officials. یعنی در بغلان جنگ و جبهوی در برابر طالبان البته حکومت اردوی افغانستان در حال به حساب دفاعی قرار داره و تنها خیابانها و راههای عام مواصلاتی به دست حکومت و دیگر قرا و قصبات دهنی غوری و دهنی شهابالدین همه به دست طالبا افتاده و حکومت کنترل خود از دست داده و حتی در این راپور گفته شده که اگر به این منوال به پیش بره شاید خود ولایت بغلان به دست طالبا هم چونی که قندوز به دست طالبان افتاد این بار ولایت بغلان به دست طالبان قرار خواهد گرفت، سقوط خواهد کرد و وضع بسیار خراب است و در حال البته یعنی دفاعی قرار داره اردوی افغانستان. خبر بسیار بدی برای حکومت افغانستان هست و همچنان خبر دیگر در نشست وارسا هم تو که دیروز دوستان عزیز تبصره کردیم که اینا برگشتن بسیار با خوشحالی و خرسندی آقای عبدالله عبدالله و آقای اشرف غنی که دستاوردی داشتن که گویا 5 بیلیون دلار سالانه به اردوی افغانستان قوای امنیتی افغانستان تخصیص داده شده توسط قوای ناتو، در حالی که اونا خود این پول در طول سالها این تخصیصی را داشتن برای کمال اردوی افغانستان. این البته دستاورد دو تا عبدالله و اشرف غنی نبوده، یعنی اجنده کاری قوای ناتو در افغانستان یا پلان های از اونا و تمویل اردوی افغانستان در پلان های تمویلی ناتو بوده و کدام دستاورد یا فراست سیاسی این مردم نشان نمیده، برعکس کاری خانگی برای از اینا داده و امهای البته فساد در حکومت و حق بشر و نمیدانم کمیسیون انتخابات و یک چند قلم به دست از اینا سپرده و اینا هم دست پاچه بودن که چطور با همین مسائل یعنی چالش مقابله کنن و همینطور از همچنان غوغای برپا شده که آقای یوسف نورستانی بایسه سفیر در اسپانیا و آقای دکتر صاحب عبدالقیم کوچای با ماسکو انتقادات رئیس اجرایه و ارگانی از اونا را بار آورده که گویا یوسف نورستانی یک شخص متقلب و فاسد و بودن و از این پست اونا برطرف شدن و باعث یک رشوه سیاسی توسط آقای اشرف غنی پست سفارت اسپانیا به اونا و همچنان در قسمت خیشخوری و ارتباطات و
البته مسئله روابط و ضوابط وقتی مطرح میشه این رابطه ها که آقای اشرف غنی عموی خود آقای دکتر صاحب کوچه بایسی سفیر ماسکو مقرر کردن غوغا را برپا کرده که خیشخوری سود در بخش البته آقای نورستانی که او یک شخص فاسد و کرپت بوده اونا باید به سفارت ارسال نمیشد و خود سخنگوی آقای اشرف غنی هم گفتن که فرمان فرمانی درست نیست خدا کنه که همطور نباشه در حالی که اونا خود سخنگوی آقای اشرف غنی بیخبری خود نشان میده بسیار جالب است وقتی آقای اشرف غنی یک کس میگماره به حیث سفیر چی در فرانسه و در اسپانیا و چی در ماسکو و سخنگوی ارگ ریاست جمهوری اظهار بیخبری میکنه و که خدا کنه و طور نباشه این زد و نقیص دیگه که خود سخنگوی یک ارگان او بیخبر باشند چه ارگان تصمیم گرفته یا خصوصا در این قسمت ارگ نشینان و یا رئیس جمهور و یا خود رئیس جمهور یک تصمیمی را داشته باشه در انتخاب و مقرری بعضی افراد و رئیس اجرایه او را رد کنه یعنی همه تو تضادهای درونی و ای که در خود بخش و رسد و همه تقسیمات رتبه ها و پست های داخل افغانستان و بیرون از افغانستان سفارت ها باشن در اینجا یک جنگ و یک تنش و جدل در میان مردم موجود است و مسئله منفعت ها و سود است و شما الان میدانین دوستان عزیز که دو تا را آقای جنکیری با هم پتره کردن صاحب و چی میگه زولانه کرده با هم و هر یکی میخواه که افراد و اشخاص خود روی یک مقام بگمارن و خود وزارت خارجه هم به آقای صلاح‌الدین ربانی چون وزارت خارجه متعلق بود به شورای نظار و آقای عبدالله عبدالله اونا آقای صلاح‌الدین ربانی را گماشتن باعث وزیر خارجه در حالی که اونا هم کفایت کاری هم نداره گذاشته های بسیار بی کفایت و خونپر و جنگ دارن در کابل و حتی خود آقای عبدالله علاوازی که به این مقام خلاف قانون یعنی ایفای وظیفه می دارن گذاشته های بسیار ناقصی اینا دارن در جنگ های کابل در بدری مردم افغانستان دستای خونپر دارن دیگه وقتی آیستا آیستا چراغ بردارین دیگه نورستانی در این راستا و آقای کوچه افراد بسیار موسیچه های بیازار و کبوتر های صلح معرفی میتانه شوان آقای نورستانی هم کدام آدم را به قتل نرسانده و تو علنا هم دزدی بسیار میلیون و بیلیون نکرده میگه یک چند خانه و یک چند جریب زمین و خس دوزی را میگه بسیار کرده آقای نورستانی تو پول گذاف را ندوزدیدن و در مسائل افغانستان امروز اگر میگه یک کسی 10 میلیون دلار دوزدید و یا 20 میلیون دلار او دوز نیست دوزدا او کسایی هستند که در یک قلم در یک قرارداد میگه 100 میلیون و 80 میلیون و جیبش میفته و صاحب بیلیون ها دلار شده او را میگه دوزد است این خسدوزا او کسی برای دارایی های عامه او را حساب نمی کنند به هر حال امیتور از آقای کوچه خصوصا شخصی با کفایتی هستند هم دکتر هستند و هم در جنگ های داخلی دست نداشتند و هم یکی از مامورین کهنکار وقت سردار محمد داود خان و قبل از او فکر میکنم در وزارت خارجه ایفای وظیفه داشتند یعنی از لحاظ کاری و تجارب و آدم کوالیفاید هست واجد شرایط هست مگر اینکه آقای اشرف غنی او را گماشته و عموی از اونا هستند اینجا یک جنجال برپا کرده که خیشخوری صورت گرفته به هر حال سفر آقای اشتن کارتر خبر اول بود دوستان عزیز او را توجه بدارین در رابطه با سفر غیر مترقبی از اونا به افغانستان کدام اجازه هم نیست و صاحب کدام احوال هم نمیتر وقتی که دلشان خواست صاحب به افغانستان سفر کردن به عراق به همی کشورهایی که تحت سلطه از اینا قرار دارن اتو تعاملات و میثاق های بین المللی را در میان کشورها هیچ مد نظر نمیگیره و خیلی توت هم دو نفر نمیدارن و میان و صاحب در میدان هوایی بگرام از اونجا صدا میکنه که بدوین چند تا مزدور رو برده باز میدوند در امو
یکی از بیسای نظامی در اونجا باز کنفرانس مطبوعاتی و اینا رو صرف باید یک پپیت و غلام و برده و گودی های مسئله خود با خود می داشته باشند که صرف هم تعامل برپا شوه. به هر حال خبر اول توجه بدارین، بعدا میریم سراغ اخبار بعدی انشاءالله. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا بر روز سه‌شنبه با رئیس جمهور غنی در یک نشست خبری حضور یافت و در پاسخ به این پرسش که آیا ایالات متحده آمریکا مانند اختر محمد منصور رهبران دیگر طالبان را نیز در پاکستان هدف قرار خواهد داد، میگوید که واشنگتن به ادامه جنگ با هراس افغانی متحد است و هراس افغانان را در هر کجایی که باشند آماج قرار خواهد داد. ایالات متحده با آماج قرار دادن رهبری و رهبران هراس افغانان در هر بخش از جهان ادامه خواهد داد. اشتون کارتر خطاب به پاکستان میگوید که همسایگانش نه بل هراس افغانی به این کشور تهدید است. کارتر میگوید که اکنون نظامیان افغان در میدانهای نبرد از سوی نیروهای آمریکایی در عملیاتها بیدرنگ همراهی خواهند شد. نیروهای آمریکایی همراه با همکاران افغانشان در میدانهای نبرد سهم خواهند گرفت و در میدانهای نبرد جابجا خواهند شد، به گونه ای که بدتر شدن اوضاع امنیتی متوقف شود. دشمنان و طرح‌ریزی حمله های آنان را در مراحل نخستین برهم خواهند زد. در این نشست رئیس جمهور غنی پس از نشست چهار جانبه صلح روابط کابل اسلام آباد را روشنتر از هر زمان دیگر می داند و تاکید می ورزد که اکنون پاکستان باید تصمیم خودش را در پیوند به صلح و جنگ بگیرد. بین صلح طلبا و جنگ طلبا به اساس فیصله خودشان واضح شد و تعهد واضح امضا شده دولت پاکستان وجود دارد که در مقابل کسایی که صلح نمی خواهند و به جنگ و تروریسم مراجعه میکنند باید به حیث دولت اقدام کنند. رئیس جمهور غنی فساد را خطرناکتر از هراس افغانی میداند و تعهد میسپارد که با فساد مبارزه خواهد کرد. هیچ نوع اختلاف بین دیدگاه ما و دیدگاه شریک استراتژیک ما ایالات متحده آمریکا وجود ندارد. فساد برابر تروریسم خطرناک است. اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در سومین سفرش به افغانستان صلاحیت های فرمانده کل نیروهای خارجی را در این کشور بیشتر ساخت تا نیروهای امنیتی افغان بتوانند در برابر هراس افغانی پیروز شوند. دوستان عزیز، خبر جالب بود. وزیر دفاع آمریکا ایالات متحده در کابل و کنفرانس و تعهداتی که اونا که طالب محو میسازه و ترور و تروریسم و مراکز طالبان در پاکستان و او را نشانه خواهند گرفتن و نابود خواهد ساختن. البته اگر این کشور راستی یک زعامت می داشت به استقلال و آزادی و اینا، یقینا قابل احتجاج بود که اگر او تراز شما توانایی را دارین طالب در پاکستان و در درون افغانستان شما محو کرده می توانین، چرا 16 سال انتظار و قتل و قتال و مصائبی که عید حال مردم افغانستان گردید و وحشت و بربریت؟ ایالات متحده آمریکا از آغاز جنگ ها در افغانستان یک ابرقدرت بوده، تا این دم باید زورنمایی خود می کرد و مردم از شر طالب نجات می دادن. مگر حقیقتی هم رمی است که یایی که پکی جنگ اینا می خواهند تازه نگه دارن و شعار میانتوهی برای اخفال افکار عامه افغانستان طوری که معمول عرض کردیم و پاکستان باعث یک وسیله استفاده میشه، در حالی که خود زعامت القاعده در پاکستان سوراخ شد در اسلام آباد، خمی به ابرو ایالات متحده آمریکا نیاورد. برعکس هواپیمای F-16 و اینوان بهترین تکنولوژی را به پاکستان میسپارند و مورد تفقد و نوازش از اونا قرار میگیره و آقای اشرف غنی شعار میانتوهی و دروغینی از اونا که واوا یک چک چک ما دستاورد ما یکی امی بود که پاکستان توسط اعضای ناتو در یک تجرید قرار میگیره، من نمیفهم که برای گل روی آقای اشرف غنی و عبدالله که چون گودی های لطهی در دست ناتو و اشخاص بسیار به اهمیت، پاکستان یک کشور ابرقدرت و
همکاران بسیار نزدیک و تنگاتنگ ایالات متحده آمریکا به هیچ قیمت اونا را به یک چند نفری که هویت ندارن برده هستن، هر آن میتونن اینا را بردارن، یک چند تای دیگه را بگذارن روی قدرت معاوضه کنن و اونا را به تجرید قرار بدن. و از همه بتری که صحبت ظلمه خلیلزاد گفته بعضی ها سیاست مداری کونکار، اونا الفاظی را گفتن در یک انترویو در یک مصاحبه بسیار جالب است که پاکستان باید به تجرید قرار بده و امریکا ولی اگه با نشانم چطور، در حالی که همی حرفا جز اخفال چیزی دیگری نیست. چطور میتونه ایالات متحده امریکا یک همکار دیرینه خود از دوران جهاد تا قبل از او و بعد از او در طول سالها در ظهور طالبان اونا دست داشتن در جنگ جهاد افغانستان علیه شوروی سابق که اگر بر قدرت برشان به زانو در آوردن، سوق اداره جهاد، سوق اداره طالبان و امروز در امور افغانستان الان دست دارن. همین دایشیانی که به اشاره غربی ها و ناتو توسط پاکستان به افغانستان فرستاده میشه و یک وحشتی را بار آورده، این پالیسی پاکستان است و پاکستان شما میدانید که یعنی اگر شیطان روی کره زمین برای اغوای انسان موجود نمی بود، جای شیطان همی پاکستانی ها می گرفتن. حکومت، استخبارات پاکستان، ایسای پاکستان، اردوی پاکستان، به حد اینا شیطان و درویه و بد مردم هستن از لحاظ ضرر برای افغانستان که در دست خود اونا را خمیر می کنه و با چشم خود تو اشرف غنی و عبدالله و حکمت کرزی و چند نفر بازی میته اخفال میکنه، هیچ نزدی از اونا تاب نداره و ما مردم هم بیچاره هستیم که میپذیریم شعار میانتوهی اینوانه. هیچ امکان نداره که با اونا یعنی به سر پاکستان معامله کنه افغانستان. بسیار جالب حرفا ما میشنم و ایر از دهن ظلمه خلیلزاد که پاکستان حامی تروریست ها و ترور هستن و ایره یقینا همه تور هست. اونا حمایت میکنن برای منافع خود، در جهاد برای منفعت خود جهاد استفاده نکردن. پول هایی که برای افغانستان برای مجاهدین فرستاده میشد به جیب پاکستان نیفتاد. ایره میدانیم آفتابی است، پاکستان در مسائل افغانستان دست داره، ما را اقوا میداره، بدبختی ها را عید حال ما ساخته. در دهنی غوری جنگ است، در بغلان و در حال سقوط است و امروز به حساب اردوی افغانستان دست خود بلند کرده. اشتن کارتر در کابل در کنفرانس مطبوعاتی برای امهای از اون حرف میزنه، مگر در حالی که شما برین سراسری در همه اکناف افغانستان امروز طالب مسلط هست و خود رسانه های افغانستان وقتی بیان میداره و ویدیو پخش میکنه و تصویر میرسانه، دیگه از این چی بیشتر شما شواهد کار دارین، توجه بدارین این خبر تکان دهنده خوب اگر چی نیست، منتها در سطح برآمده در همه اکناف افغانستان همی حال جریان داره و وقتی یک خبر بیشتر دیگه از اون همیشه که پنهان بدارن و مخفی بدارن سانسور کنن، مجبورن اجبارن او به مطبوعات میبره و خصوصا همی طلو و همی پسرای نوبالغ طلو راپورترها و خبررسانان اونا میرن و راپور میرسانن. توجه بدارید اعترافات مقام های بلندپایه ولایت بغلان به شکننده بودن اوضاع امنیتی این ولایت. فرمانده پلیس بغلان میگوید که نبردهای طولانی در این ولایت گذشته از مخالفان مسلح دولت ضربه های سنگین بند نظامیان نیز وارد کرده است و از همین رو در حال حاضر هیچ گونه عملیات نظامی در بغلان جریان ندارد. دشمن اون دشمنی که قبلا بود و دشمن نمانده و این هم ذره ذره بوده که یه خورده تلفات خود داده است و غیر نیکنه. یعنی خاموشی خستگی هر دو طرف از خستگی نیست بلکه توانایی نداره دشمن. شما خود دارین؟ ما توانایی خود ما تمام توانایی خود برای فعلا نداریم، به خاطر از اینکه ما پروگرامی که به سر رتم استراتژی ما این است که ما پست‌های دفاعی خود تکمیل بکنیم، چی که آماده بسازیم برای دفاع و همچنان نیروی خود ما از بعد تقویه ببخشیم و ما اطلاعاتی که باید بتانیم در اوجه تعرضات و عملیات های خود شروع بکنیم فعلا
اون امور تنظیم نتونستیم بکنیم. این مقام بلندپایه پلیس بغلان میپذیرد که نیروهای امنیتی تنها اداره شاهراه ها را به دست دارند. فعلا دند غوری دند شاهراهی تایی که عملیات های ما شروع نشه میل برد گفتن که وقتی که عملیات های ما شروع شد به ذات هر منطقی را که ما تانستیم و امنیت چه تامین کنیم برای شما خواهد گفتیم و در غیر از این ما مطمئن هستیم ما برد اطراف میکنم که دند شاهراهی دند غوری و دشمن وجود داره محترم مسیر سرک و واسه مسیر رای خود اصاب از این منطقه امنیت خود امنیت چه گرفتیم این که انداخت هم شده است دور انداخت شده است واقعا اگر 10 کیلومتری امکان داره که امیال هم دشمن موجود باشه. حضور گسترده طالبان در 1 کیلومتری شهر پلخمری نگرانی های را در میان باشندگان بغلان نیز به میان آورده است. حکومت خواست مهمی است که باید دیگه تو مثل که سابق تو خواب برده بودن حال دیگه نندازه باید جلیتر بگیرن باید کار نیست اگه مثلا فردا روز که با مثل عملیات مثل قندوز وارد شد وسط ها مردم بیوه و بیچاره میشه. حکومت وحدت ملی هم شده فرد خدا وحدت جیپری است دیگه چیسی حدیث از یان آمده هیچ کدام امنیت رو بینیم دمیج هستیم پلیس ده تا بازیگر داخلش داره داخل شعبهش هست اش نمی خواد مردم میرن ببینن کسی دیده نمیتونه بره ای امنیت باشید این کار میباشه نمیباشه این کار این می دزدی چور و چپاول است ناامنیتی امنیت نیست این می دیگه پا وایس میشه جور نگران هستیم در اونجا جور مساز در اونجا که در اون دیگه در از مکتب میبونیم از کاروبار میبونیم. فرمانده پلیس بغلان از ناتوانایی های نظامیان در این ولایت در حال سخن میزند که باشندگان بغلان انتظار داشتند تا برای نابودی طالبان عملیات های گسترده در این ولایت راه اندازی شوند. اما نه تنها این که این عملیات راه اندازی نشدند بلکه چند عملیاتی که در بخش های ناامن از جمله دندغوری و بغلان مرکزی ادامه داشتند پایان یافتند. این خبر بیانات دارد دوستان عزیز اوضاع افغانستان تشریح می دارد از لحاظ دفاعی و افرادی که در بغلان انترویو شدن مصاحبه شد به امرای از اونا و حراس امیر دارن که به سرنوشت قندوز بغلان مواجه نشوه یقینا در یک شهر وقتی جنگ میشه و پسرفت و پیشرفت صورت میگیره در این میانه مردم اهالی و شهر و دیار صدمه بیشتر میبینه اساکر و طالب خوب برای جنگ بیرون شدن یکی برای نان و آو و زقه به دام طالب میفته و طالب برای رهایی افغانستان گویا مبارزه علیه قوای بیگانه در افغانستان هورهای بهشتی و اینوان فتواهایی که در مدارس برشان سپرده میشه در این میانه مردم عام افغانستان مردم بیچاری که سنگ زیرین جنگجویان میشه چی طالب است و چی حکومت افغانستان در حقیقت امروز اشتن کارتر وزیر دفاع امریکای ایالات متحده در افغانستان اونا میگن که ما در جبهات در پهلوی طالبان علیه پهلوی حکومت افغانستان یا اردوی افغانستان در برابر طالبان خواهیم جنگید یعنی معنای از این که جنگ ناتو یا اردوی افغانستان در حقیقت لشکر ناتو شمرده میشه سوق و اداره و تمرینات نظامی را از ناتو میگیره طوری که اونا علنا گفتن مسائل لوجستیکی وزارت دفاع افغانستان توسط از اونا تامین میشه سوق و اداره توسط از اونا صورت میگیره و از این بیشتر شما چی شواهد میتونین داشته باشین که بگوین ای اردو اردوی ناتو نیست یک وزیر دفاع بیکفایت به اساس تقسیماتی که میان عبدالله و اشرف غنی صورت گرفت و آقای عبدالله گماشته و او هیچ سوق و اداره و محاربه و جنگ و اینا هیچ آگاه نیستن در حقیقت وزارت دفاع بی وزیر فاقد یک اداره فاقد کفایت و ناتو هست که جنگ سوق میته در حقیقت ناتو شکست خورده در بغلان ناتو شکست میخوره اگر باشه در اکناف افغانستان هر قدری که طالب بیشتر مناطق به دست داشته باشه و در جنگ ها غلبه حاصل کنن معنای از این که به مو اندازه ناتو در افغانستان در حال شکست است و اعلامیه های طالب ها هم امیر بیان می داره
وی معمول بوده سنتی است در اشتهار که یک طرف تلفات دیگر بیشتر بیان بوداره و اعلان بوداره و از خود کم و خود در محاربات غالب نشان بده و اعلان بوداره تا برای روحی افراد و البته اردو و نظام عسکری یک روحی سپرده باشند تا اونا دل سرد نشند در جنگ، خصوصا کسانی که درس و سبق عسکری را خواندن خود روحیه دادن به عسکر و پلیس یکی از مهارت قماندان جنگی است که اونا هر وقت مردم وقتی سوق میته از لحاظ روانی اونا را غالب نشان بتن در محاربه و دیگر در شکست بیان بدارن تا اردو روحیه بگیره. و در اینجا هم مسئله تبلیغات است. در غیر از او گفته متل پشتو چه طول پتای او خورد و تروس هم دوی وایی چه مگیدی. همه طور است. جنگ نابرابر آیستا آیستا برابر شده میره. جنگ های چریکی دوام داره. طالبان در همه تو مناطق همه تو که شما گفتین فرمودین شنیدین دوستان عزیز و عکس و ویدیو نشان داد و مصاحبات صورت گرفت. آقای اشتن کارتر باز هم پاکستان و لانه‌های ترور در پاکستان، امروز هم افغانستان لانه‌های ترور، اگر قرار باشه که طالب تروریست باشه و کسایی که ضد حکومت صدای خود بلند می‌داره و مخالفت داره با همین سیستم، با همین حکومتداری ناقص، او آدم تروریست است. ما فکر نمی کنم که بیشتر کم مردم در افغانستان جز امو کسانی که علایق اونا در اونجا مطرح هست و زیر امی ارگان و در امی حالتی بیشتر بد افغانستان که 90% مردم در حالت زار قرار دارن و یک فیصدی محدود از مزایا بهرمند هستن، با نحوی از آنها ایالت تشویق کنه و تایید بداره. بنان دوستان عزیز، ما عرض معنی است که مردم افغانستان حداقل روشن شوند، حق خود بدانند. گفتیم آقایی که غلامی خو میکنیم، مزدوری میکنیم، از یک آدم غریب چرا کنیم؟ نوکر باش، نوکر خان باش. این منتالیتی در درون افغانستان اگر موجود است بدا به حال ما، یا فرزند یک کسی در کشورهای آرام و آسوده نشسته در امریکا، در اروپا، در کانادا که سنگ و چوب این کشورها آزادی میخواه و دموکراسی میخواه و صدای آزاد و اینا در خون و رگ و در تهداب قانونی از اونا آزادی پیچ خورده، جوش خورده و یک نفر از همه تو کشورها صدا میکشه که بیا که مزدور باشیم، مگر از مزدور پولدار باشیم که از او یک چیز برای ما بچکده، جیب ما بفته، آرام شویم. بسیار جالب است، شما ببینید در خود جهاد و مجاهده، جهادی فی سبیل الله گفته که شما فی سبیل الله در راه خدا، در راه حق و عدالت از هر وسیله ممکنه جهاد کنین. اگر به جان شما هم به انجامه، مجاهد همو کسی است که بلاعوض دور از خواسته های شخصی آنچه از خداوند طلب می داره و فریضه از سور عمل می کنه و اصل همو معنای دین یک شخص نفهمیده که در قرآن نگفته که شما اگر باز می خواهین از یک آدم پولدار در زیر پای از او بیافتین و مجرایی را از او بگیرین خدا را فراموش کنین. امروز همی کامنت یک آقای بیچاره که دیروز تلفن زدن مرا بسیار متاثر ساخت. گفتم این منتالیتی افکار شما ببینین که با 5 بیلیون دلار امریکا ما باید همه ما مزدور و غلام شویم، برده باشیم، چون پاکستان باز برای ما پول نمیته، طالب میفرسته جیب خالی برای جهاد سوق میته، او را ترجیح نتیم. مزدوری پاکستان بد است، مزدوری امریکا و ناتو باز بسیار خوب است، هر چیزی که میکنه. امروز که معادن شما را در هلمند پاکستان چور نمیکنه، مگر
امی 49 کشور خان صاحبی که شما مزدوری از هستین از شما میبرن. چی میگه؟ بعضی ها در لباس گرگ ها در لباس برابر شما استاد میشه و شما فکر میکنین یا گاوی شیری و شیری را که شما از این گاو ها نوش جان میکنین و زهر است برای شما، در حقیقت یعنی بنیاد شما را از بین میبرن. یک قدر در او خدا و دروغ و اینا افتاده. خبر بعدی فرزاد جان از آقای خلیلزاد هم میخوایم که پخش کنین. شما ببینین صاحب که سیاستدان کونکار و یه عامل بدبختی های افغانستان که از بن نمی آدم رهزنی کرد، امی جلو ارادی سیاست افغانستان به ای سپرده بودن، ای و لختر ابراهیمی تهداب کج سیاست افغانستان امی آدم گذاشت و بعدا سفیر امریکا در افغانستان و بعدا به عراق و ملل متحد و بالاخره یک کارتوس پوچک امریکایی رو او طرف انداخت، چلوتواری رفت به افغانستان و در اونجا در امی تشبسات اقتصادی و قراردادها خود از اونا و فامیل از اونا دست داره و به میلیون ها میلیون دلار یادم سرقت کرده دزدیده و امو گرگ پیر سیاست که میگن و امروز حرفایی که از دهنی از این خطا میخوره و درست است. پاکستان ما میگیم که مایه فساد است، طالب میفرسته، سیاف در اونجا تربیه شد، ربانی صاحب همی هفته رهبری که بلای جان مردم افغانستان شد، کابل و ایران کرد، سیاست پاکستان بوده. و شما جایی که خلیلزاد میره پاکستان از یخن میگیره، خب بادار پاکستان باید دمی نشست ها که تعلق دار پاکستان و افغانستان اونا هستن از اونا استغاثه کنن، اونا را به محکمه بکشانن که از بلاهایی که باز همین قرارداد امنیتی که دستخط گردیده و معنای امیره میته که از شر پاکستان ما یا ایران یا دیگه کشورهایی که در قرارداد اسمایشان برده نشده مگر به صورت عام قرارداد امنیتی گفته میشه. حضرت صاحب برای عدم دستخط این قرارداد مهاجرت کرد، به ناروی رفت، فرار کرد، افغانستان رو ترک گفت، همین ملاها تور خوردن، اعراض کردن. اگر این قرارداد نبود و امنیت ما برقرار نبود و طالب و شورشیان میان ما را مثل در جنگ های کابل به فرار مجبور میسازه، از این نعمات ما محروم میشیم. علا زود قرارداد دستخط کنین. قرارداد دستخط شده. امی خلیلزاد باید بگوید که آقا پاکستان هر چیز میکنه، ایران دیگه کشورها مهم نیست، مگر اینکه ما با شما قرارداد داریم، برین اونا رو به محکمه بکشانیم. چی میگه؟ مرغای سر درخت نشان میده که الان بگیرین. خود خلیلزاد از لحاظ پالیسی، از لحاظ بدبختی های افغانستان مسئول درجه اول است. توجه بدارین حرفایی یادم است. حکومت پاکستان یو دست یو دولت دی چی در تروریزم سر همکار دی او دنیا باید دقیقت ومنی او دقیقت پاساس فیصله وکی. افغانان هم باید ما به نظر پاکستان باید مسئول بولید در مشکلات که او دینی افغانان چه پیباندی عمله شویدی، خپل اولاد لاس ورکریدی، کرونه خراب شویدی، دوی باید پترو که چه سنگ پاکستان مسئول داروش و محکمه تا باید پاکستان دوی دو پاکستان کامپنسیشن دوی باید وواری. بله، افغان مشران پخوا کم دا خبر کرده، اوز هم افغان مشران هم دا خبر کرده. خبر خواهی دا مسئله دا اما پا عمل که سکیگی دا مسئله مهمه دا خبری خواستان دا، اما باید دوی پلزان آماده او که دیده دا پارا چه دا پاکستان تا پاکستان باید محکمه بین ملی دا دوی باید کشوکی. اول خو دوستان عزیز، یادم پشتون هست، از تبر پشتون، پشتو را بسیار ناقص صحبت میکنم، نه معنس را میدانم، نه مذکر در کلمات، نه جمع و نه مفرد، صاحب به حدی مبتزل در زبان پشتو یادم صحبت کرد، شرم‌آور بود برای تو یک شخصی که هم پشتون هستن و هم افغان و هم در مسائل سیاسی افغانستان
و هم پشتون طلب در بن یادم برای آقای به امریکا یا ایالات متحده بادار خود مشوره داد که حکومت پشتونا باید باشه و حامد کرزی نسبت به آقای سیرت ترجیح دادن که اونا پشتون هستن و اینا نبودن و یادم خود به لسان پشتو حرف زدن میتونه. دومی که کلماتی از زیر شما یا آقا رو شما توجه بدارین که پاکستان به محکمه هاگ کشوکی علی شما اول خو یک حکومت در افغانستان موجود باشه که کشوکی یک کسی که کش کده بتانه. آقای گل ما در درون افغانستان امروز هیچ حکومت موجود نیست، حاکمیت قانون درک نداره، تا خرخره حکومت از فساد و خیشخوری پره هست. علی پاکستان در محکمه ها کشوکی و اگه کش هم میکنه باید ایالات متحده امریکا اونا رو کش کنه، غرامات جنگی واخلی و غرامات جنگی را کی همی حکومت که خود نگاه کرده نمیتونه، جیره خور قوای ناتو هستن و حتی یک دوسیه فساد به آخر رسانده نمیتونه و تا امو دهن از مصائب پره هست و یعنی از لحاظ اگر ایالات متحده و ناتو در اونجا نباشه اینا را نگهداری نکنه، این حکومت است که باید وقت یعنی یک سال قبل به مرگ طبیعی باید میمرد، از بین رفته بود. نه وسایل تمویلی خود داره که معاش و مدد مامورین خود برسانه، نه کفایت کاری داره، نه اشخاص مدبری در اونجا راه داره جز یک چند تا دوز و دغل و جیرخور پولهایی که به افغانستان فرستاده میشه. و در این میانه آقای خلیزاد پیدا میشه و یه حرفاز دهنی از اینا میبره، بسیار جالب است. اینی آدم سیاستدانی کونکار و آگاهی امور سیاسی که لوحه میزنن برای بعضی اونا، یکی از او همی است که از این بیشتر نمیتونه شده باشه که نماینده امریکا در ملل متحد، در عراق سفیر و در افغانستان سفیر و در یعنی مقامات بالای حکومتی یک کشور ابرقدرت جهانی داشته و یه حرفا از اونا یا ایست ناخودآگاه میگه برای اخفال مردم که برین نمانین پاکستان و طالبان و لانه ها همون جاسوس های بیره به محکمه هاگ بکشانین که توجه مردم افغانستان او طرف جلب شد و این طرف هر چیزی که اینا میکنن. یکی از یا اقدر دانسته هستن که حرفایی میزنن برای اخفال مردم که بیشتر نادان معرفی شوند و جلب توجه مردم به یک طرف دیگه، و یا ای که بیشتر کودن انسانها هستند که با افکار یک چند نفر افغانی که حداقل مزیر زبر سیاست خود میدانند مبتدیات و در طول 40 سال است که افغانستان در دیگ سیاست و لابراتوار سیاست جوش میخوره، باید الفاظ زبانی از یادم نمیبرم. درست است پاکستان غرامات جنگی از پاکستان ما میخواهیم، از شوروی سابق افغانستان در بدر کرد، از اونا ما خواستار هستیم، از ایالات متحده امریکا ما همی وطن ما رو بسیار تخریب کرده، امروز باید اینا رو با ما همی سه کشور باید محاکمه شو دا هاگ کشانیده شو. اگر یقینا این کشور کدام تعلق دار و دلسوز و یک رهبریت میداشت همیتر بود در جهان زور زندگی میکنیم، در جهان جبر زندگی میکنیم و امروز حاکمیت قانون و حاکمیت دوستی ها نیست، حاکمیت جبر است. برای منافع خود حکومات منهدم میسازه، فرو میپاشنن بدون کدام دلیل، برای اغراض و مرام ها و امیال خود. افغانستان یکی از قربانیان از امو است. همون قدری که روسا افغانستان در بدر کرد، شوروی ها امروز قوای ائتلاف میکنه و امروز بدتر از امی است که او وقت حداقل مو اشغال احساس میشد یک دو جانب موجود بود، امروز به حدی را غامض ساخته برای ما مردم که هیچ نمیدانیم که کجا میریم، چی میشه، اینا چی میخواین، هیچ خواسته های از یار آتا ما نمیدانیم. خبر بعدی دوستان عزیز، تقرر نورستانی و ای دو نفر چهره عین و غین، گفته آقای رمضان بشر دوست در تقسیمات خیلی می دو نفر آقای نورستانی و آقای دکتر صاحب قیم کوچای سفیر اسپانیا و مسکو
به بخش و رصد آقای اشرف غنی رسیدن و آقای عبدالله عبدالله بسیار طغیانی شده و قهر است که خشخوری شده و اشخاص فاسد بوده و بی‌کفایت و حرفا بیان گردیده. خبر جالب است، توجه داره. از آغاز کار حکومت وحدت ملی تا اکنون از گماشته شدن نزدیک به 20 تن به عنوان سفیر افغانستان در برخی از کشورها سخن گفته شده است. از میان این چهره ها بسیاری هایشان هم اکنون در سفارت های افغانستان کار می کنند و شماری هم یا پیشنهاد حکومت را رد کردند و یا اینکه نخواستند دیگر به کارشان ادامه بدهند. اما سران حکومت وحدت ملی در فرستادن این افراد از کدام معیارها کار گرفتند؟ به شایسته سالاری در نظر گرفته شود و خصوص در نمایندگی های سیاسی افغانستان در خارج از کشور، نقش دیپلماسی برجسته است در حل منازعات و در ایجاد روابط میان کشورها. به باور آگان، پس از پخش خبر گماشته شدن عبدالقیوم کوچیک، آقای رئیس جمهور به سفارت روسیه و نیز گماشته شدن یوسف نورستانی، رئیس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات به سفارت اسپانیا، اختلافات میان حکومتی روی چنین تعیینات و تبدیلات نیز بیشتر از هر زمان اوج گرفتند. این سفارت خانه ها فرصت هست برای توزیع امتیازها یا باجهای سیاسی برای خود را خلاص کردن از شر یک سری آدم هایی که باید در واقع به گونه تبعید سیاسی شود یا به امتیاز سیاسی برسه. وزارت امور خارجه در این باره دیدگاهی به دست نمیدهد. پیش از این وزیر امور خارجه به احتمال گماشته شدن یوسف نورستانی به سفارت اسپانیا سخت واکنش نشان داده بود. همواره سلیقه‌ای برخورد میکنن، تیمی برخورد میکنن و قومی برخورد میکنن و این برای افغانستان و برای آینده افغانستان سخت زیانبار است. با گذشت نزدیک به 2 سال از آغاز کار حکومت وحدت ملی، بسیاری از کارشناسان بدین باورند که سران حکومت وحدت ملی به هیچ یک از تعهداتشان درست نپرداختند و بجای آن روی جابجایی افراد خودشان در پست‌های کلیدی تمرکز کردند. دوستان عزیز، در اینجا شما ببینید که دکتر صاحب عبدالله واجد همین شرایط هست، دوستم واجد شرایط هست در همین گروپی که رد شدن جلوی چشم شما و افراد و اشخاصی که امروز گماشته شده باعث وزرا یا هر کدام از اینا واجد شرایط هستند که آقای نورستانی بیچاره و آقای قیوم کوچه در این راستا اشخاصی با گذشته های بد فساد و تخلف و تقلب اونا باید گماشته نشوند. یعنی خود ارگ شما موجودی کنین که از اونجا یک مغز و کلیم میبره، یک شخص واجد شرایط از اونجا شما میکشین، برین وزارتهایتان رو ببینیم کدام وزیر به اساس کفایت کاری و دانش و فراست و گذشته های نیک احراز کرسی کرده؟ آیا وزیر خارجه که رئیس سفرا هستند یا وزیر سفرا زیر چوکات و تشکیل وزارت خارجه قرار می گیرند، آیا آقای صلاح الدین ربانی به اساس کدام کفایت و گذشته های نیک مقرر شده؟ و تعجب در این است که هر شعاری را که شما میشنوین میبینین که توسط کسایی ابراز میشه که خود از اونا به اساس مصلحت ها روی کار آمدن و امرار حیات سیاسی از اونا توسط دیگه که صورت میگیره، مصلحت های آدم روی کار آورده. آقای نورستانی چی گناه داره؟ یک شخص دانشمند هست، شاید بلسنی پشتو دری افغانستان صحبت می داره، در امی طول سالها در جهاد هم بخیل مثل داشتن و بعد از او رئیس کمیسیون ها و اینوان هم بودن، تجارب بسیار کمی هم اگر هم مخته باشه. یک سفارتی که خود از او چالان است به پیش میره، امی پاسپورت تاپا می کنن و یک چند سکرتر مکرتر دارن، ایتو مرکز علم و اکادمی نیست که یک شخص دانشمندی بسیار با تباهر در اونجا ایفای وظیفه بداره. افغانستان امروز امور افغانستان دیگه کشورها به پیش میبره یا صرف شکل سمبول داره. در سفارت امریکا هم در اینجا یک چند نفر فرستادن، یکی از اونها واجد شرایط نبود. اکلیل حکیمی چی واجد شرایط بود؟ همین آقایی که نو فرستاده سر سرک کش کده، نمیدانم نفر آقای ربانی امین
عبدالله عبدالله یا عقب بخشی آقای اشرف غنی رسیده در همین تقسیمات قدرت اینجا فرستاده شده. اونا را اگه بپرسین میگه پسرک خام است که هیچ چیز حتی از سیاست آگاه هم نیست، در یک کشور بسیار مهم که همه امور افغانستان بودیجه را همونا تخصیص میته، در همین جمعه تو یک سفیر مقرر شده، حداقل کوچه خود در آقای کوچه خود در سفارت بلغاریا بود، در کدام سفارت هم کار کرده و در تشکیل وزارت خارجه موجود بوده، زبان دری، پشتو، روسی و انگلیسی را میدانه، آدم از عقل نگذره. ما بالای کوچه انتقاد مهمی است که او منتقد اشغال بودن، منتقد حکومت آقای ربانی بودن، منتقد ملیشه ها بودن، یک شخص انقلابی معرفی شده بودن، وطن دوست و ملی، و شارید از او رنگ زرد رفت زیر دامان برادرزاده خود و کرسی را باید نمیپذیرفت. مگر از لحاظ واجد شرایط بودن، آقای کوچه واجد شرایط هستند، آقای نورستانی واجد شرایط هستند. اگه اینا را آقای عبدالله مقرر میکردن واجد شرایط بودن، هیچ حرفی نبود. اگر آقای نورستانی رئیس کمیسیون انتخابات بودن و آقای عبدالله برنده میشدن، بهترین رئیس کمیسیون و بهترین کمیسیون انتخابات همی بود در راستای تاریخ افغانستان. و اگر همی کوچه یکی از جمعیتی ها می بود و به سفارت روسیه فرستاده می شدن و مقرر می شدن، شاید شخص بسیار موزونی می بودن. مگر چطور شده می تانه که در کابل خونهایی که ریخته شد میان جمعیت و حزب وحدت و خونی که ریختانده شد و کابل و ایران شد میان حزب اسلامی و جمعیت اسلامی که در او عبدالله عبدالله هم یکی از قماندانان جنگی و نقشه بردار آقای احمدشاه مسعود برای تخریب کابل بودن، امروز معاون اولی از اونا یک حزبی به نام محمد خان، انجینیر محمد خان، و معاون دومی از اونا آقای محقق، یکی از وحدتی های مهم و دو آتشه، همه به اساس مصلحت ها به پیش میره. اگر ازبی بودی و ما مقرر کردم آدم خوب هستی، اگر فرض کنیم وحدتی بودی و نزد ما بودی بسیار خوب آدم هستی، مگر اگر یک کسی دیگه جانب مقابل داری تنشای سیاسی و آدم گماش خودت آدم بدی هستی. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. الو بفرمه. در اینجا یک کلیپ دیگرم ما فرستادیم فرزاد جان، و بالای همین مسئله کی هست دوم دیگر دوستان عزیز، یک انترویو بعد از یکی از نشست وارسا اینا برگشتن بی بی سی با همراه دکتر عبدالله یک مصاحبه 5 دقیقه‌ای داره، بسیار جالب است. این شما توجه بدارین، یه حرفای سوالاتی بسیار مختصر و بسیار واضح و بسیار ابتدایی مبتدی از این آدم میشه، کلی از این رو شما ببینین. این خود دکتر هم میگه و دکتر چشم و نمیدانم قماندان اعلای سیاست و یکی از جمعیتی های بسیار برجسته و صاحب دریشی چی میگه و لباس چی میگه و صاحب عطر و پودر و حتی میگه لب سیرین زده این دی مصاحبه. یکی گفت شما ای رو توجه بدارین و حرفایی که از زبانی از این بود، پاسخهایی که میته و طرفهی که میره، این بسیار جالب است. ادامه اصلاحات، مبارزه با فساد اداری و در عمل ثابت ساختن تعهد و اراده سیاسی در این راستا، که البته اصلاحات انتخاباتی هم جزء تعهدات دولت افغانستان بوده. جامعه بین المللی برداشت ما صحبت های امروز هم همی بود که در حد و حدودی که در گذشته وعده کرده بودن تقریبا در امو حدود حاضر به دوام همکاری هستند، نه تنها برای یک سال بلکه بر سالهای آینده. اما به صورت کلی رو گفتم میتونم که یک اعتماد است که دنیا پیدا کرده از کارکرد حکومت وحدت ملی، در عین حال که در جاهایی که توجه بیشتر کار داشته، تمرکز بیشتر کار داشته، اون هم به ایسه همکارا
همیشه یادآوری کردن و بحثایی روش داشتیم. گفتید ادامه اصلاحات، مبارزه با فساد اداری، این مقوله ها مقوله های وسیع، مشخص ترین گام، اولین گامی که میخواید بردارید چیه؟ من قبل از اینکه به سوال مشخص شما بیایم، چون یک حکومت کار خود و اقدامات خود به یک عمل یا به یک کار مشخص محدود نمیسازد. حکومت داری هم یک پروسه است و امروز بعد از چیز نزدیک به 2 سال از تشکیل یا از ایجاد حکومت وحدت ملی، یک بار دیگه دنیا اعتماد خود به تعهداتی که حکومت کرده ابراز میکنه. وقتی که منابع مالی در حدود چند میلیارد دلار سالانه تعهد میشه، به معنای ازیست که کشورها تصمیم گرفتن و یک اطمینان دارن از اینکه حکومت تعهد لازم، اراده سیاسی لازم و ظرفیتی را بر آنچه را که با مردم تعهد کرده، بیشترین توجه ما به تعهداتش که با مردم کرده پیدا کرده و بر او اساسی تصمیم گرفته میشه. به این معنا که ما را متوجه مسئولیت های ما بیشتر میسازه. اما اقدام بگیم که فردا رفتیم یک کوه را از یک رو به دیگر رو میکنیم، این در حکومت داری به این ترتیب کار نمیده. آقای عبدالله، شما گفتید که کشورهای عضو ناتو به دولت وحدت ملی افغانستان اعتماد کردند. آیا راهی غیر از این داشتند؟ آیا این اعتماد از سر ناچاری نبوده؟ اگر خواسته باشه کشورها که همکاری نکنن. موضوع آخری که میخوایم درباره صحبت بکنیم طالبانه. در گفتگوی تلفنی که رئیس جمهوری افغانستان با رئیس جمهوری ایران داشت، تأکید رئیس جمهوری افغانستان این بود که باید رابطه دو تا کشور از طریق دو تا دولت باشه، ولی ما میدونیم که رهبر طالبان در حالی کشته شد که گفته میشد به ایران سفر کرده، در ایران بوده و بعد برگشته از اونجا. شما در این باره چی میگید؟ خب دری که رابط بین دولت ها باشه که یکی از اصول است و اگر در این قسمت هم یک یادآوری صورت گرفته باشه، میره غیر طبیعی نمیدانم مسئله را و رابطه بین دو دولت هم خوب است، در زمین های مختلف همکاری وجود داشته. تا این سال های سال در 15 سال گذشته در مورد اختر محمد منصور تا جای تماسایی که داشتیم، هم رئیس جمهور و هم ما با مقامات ایرانی، اونا اظهار به اطلاعی کردن از اینکه او در جمهوری اسلامی ایران بوده باشه و مسئله پاسپورت هم که به نام دیگه او پاسپورتی که نشر شد. و شما پذیرفتید؟ خب من این را خدمتتان میگم که مسئله که مطرح شده و همین ترتیب چی شده، اونا جوابشان همی بوده که همچه اطلاعی ندارن اونا. اما رابطه بین دو کشور رابطه بوده که با وجود فضای پرتنش در سطح منطقه در گذشته و فضای پرتنشی که در رابطه جمهوری اسلامی ایران با ایالات متحده آمریکا بوده، جانب همسایگی و رابطه نیک همسایگی را هر دو کشور مراعات کرده در طول سالها. و اگر گاهی سوالاتی هم ایجاد شده در فضای رابط دوستانه، از دو طرف مطرح شده، گاهی بوده که اونا سوالاتی داشتن مطرح کردن و من بدون اشاره به مثالی که شما دادین و میگم اگر سوالات از این قبیل وجود داشته باشه و موجود باشه، رایش هم همیست که در روی میز مذاکره واضح مطرح شوه و صحبت شوه و مشکلی اگر هست رای حل پیدا شوه. این موضوع میتونه برای دولت افغانستان خیلی مهم باشه. رهبر مهمترین گروه مسلح مخالف دولت افغانستان ادعا میشه که در ایران بوده، نهادهای امنیتی ایران میگن که ما اطلاع نداشتیم. شما این استدلال رو پذیرفتید؟ ما هر مسائلی که وجود داشته باشه، خوشبختانه فضای روابط قسمی است که هر دو طرف میتونن صریح واضح مطرح کنن و اگر چیزم سوال هنوزم باقی مانده باشه میتونه که باقی مانده باشه. اما خوبی هم است که فضای روابط بین دو کشور فضای دوستانه است
و اعتماد متقابل است و هر نوع مسائلی که پیش بیاید بین دو کشور قابل مطرح کردن است. دوستان عزیز، شما خود قضاوت بدارین در رابطه با ایران که حامیان از اینا در جنگ های داخلی هم بودن و البته وقت فرار و غیر بانی در همین میمانخانه های مشهد در اونجا به سر می برد، حامیان از اینا هندوستان، ایران، شوروی سابق، روسیه و موجوده و همین کشورها آدم طرفه می رفت. در حالی که اگر اوتر باشه چی میگه آمر طالب در ایران خیلی چی میکنه؟ اینا باید از اقل اگه احتجاج میکردن ایرانی ها رو میگفتن، در حالی که پاسپورت اختر منصور از ایران تا پا خورده بود، چند بار به ایران سفر کرده بودن، اونا او را رد کردن و به حساب البته رمید تنشای سیاسی که موجود هست و آقای عبدالله عبدالله در این راستا ایران میگه در طول سالها دوست صمیمی و قریب ما بودن، من نمیدانم به افغانستان ایران چی دوستی هایی کرده جز شیطنت، جز ارسال نفاق و امروز ظلم و تعدایی که بالای مهاجرین و بیش از 25,000 افغان ما را به جنگ سوق میده، به سوریه بیش از چند صد نفر ما را به دار زدن. نمیدونم به افغانستان کدام پروژه را اعمار کرده، کدام کمک در وقت جهاد ضد روسا، کدام شعاری آقای خمینی سر داد. چون به همی ارگان التافی داشتن تا می سفر آقای اختر منصور اونا این کار کردن که به ایران و اینا هم امور زمزمه کردن. هر کس از خود یک آمی داره و در اونجا طرفه میره و دستاورده از اونا از ما ولا هیچ وعده نمیتیم که بریم کوها را چپک کنیم. شما چی میگه خشت چپک کده نتانستین؟ شما چطور میتونین کوها را چپک کنیم؟ این بیشتر جالب است و دلخراش میشه وقتی. سلام علیکم. السلام علیکم. از تو خیم الحاج محترم خطاب صاحب تاسو او تاسو د برنامه لروي ټول خواندو او ورونو ته خپل مسنونه سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام. مهربان اوسئ. په سوره محمد صلی الله علیه وسلم کې آیات دروشتم کې لوی خدای جل جلاله فرمایلی دی، بسم الله الرحمن الرحیم، افلا يتدبرون القران على قلوب اقفلها. شان زول داده چې یو یهودی ټول قران شریف حفظ وو، په معنا او په تفسیر هم ښه پوهېدی، مګر دا چې د زړه کلي یې ورکې وې او په زړه کې یې د رحمت لار نه وه او منافق او تاثیر یې نه پر درلود. نن چې د افغانستان احوال ته ګورو، نه پاکستان، نه هند، نه ایران او نه نور ملامت دی. متل دی چې وایي چې اسماس کې برماس، مشکل ټول په ارګ کې دی. ارګ دی چې دا مشکل حل کړی دی او زموږ بې ګناه خلک وژني، او ارګ دی چې د مافیا او د خارجانو جنګ موږ ته راوړی دی. دوی اوبه سلطوي او مایان نیسي. جنګ طالبه او وصولی طالبه په خپله دوی دی. ګرانه وروره خطاب صاحب او ګرانو اورېدونکو، تاسو زما سره په دې نظر کې څه وایاست؟ بل دا چې محترم خطاب صاحب د شنبې په ورځ په خیر د مرحوم انجینیر عبدالرزاق فاتحه ده سره وبوینو. د خدای په امان، پر لوی خدای دې سپاره. ډېره مننه توخي صاحب، یقینا دا خبرې ما وکړې. له ارګ نه د جنجال را پیښ شوی ده. لوی مقاماتو د امریکا مقرري ډېرې او خرابه مقرري ده، ډېر بعض اشخاص انتخاب کړي دي. تا خبره درسته ده، نو دا کله کله دا حامیان چې وتښتي بیا دوی هم ورسره تښتي ورکیږي. دوی چې له پاسه دوی قدرت له بل ځای اخلي، له خلکو سره ریښې نه لري، خلکو ته یې خدمت هم نه ده کړی. یګان بار یګان دیکتاتور میه به بسیار شدید و قتل و قتال هم شاید صورت بگیره، مگر زعامت بسیار با مشت آهنین بسیار قوی سرکوب میکنه بسیاری مردم هم
میترسانم اگر خدمت هم میدارد. امی قذافی در لیبیا میگه یک رهبر بسیار خشن و دیکتاتور، مگر لیبیا را یکی از کشورهای چی میگه با اقتصاد عالی و قدرت نظامی بالا، از سردار کشورهای افریقا، و حتی در آخر اونا میخواستن که یک اتحادیه کشورهای افریقایی را درست کنه، چون اروپا و یک کرنسی یا اسعار مشترک داشته باشن پشتوانی طلا. امو بود که میگه گلمی از او را جمع کردن که همه تو یک آلت اگه صورت بگیره در اونجا و مأمور القذافی رهبر امینا قرار بگیره، اعتراض داشتن و بهانه‌گیری صورت گرفت و چند تا دوز و دغل چون دوستم در اونجا هم پیدا کردن، حکومت مأمور القذافی را سقوط دادن. و در عراق همی خود صدام حسین میگه در دوران دیکتاتور شپ صدام حسین در عراق بسیار پیشرفت بود، تعالی بود، یکی از بهترین کشورها با اقتصاد پیشرفته، مردم بسیار مرفوع و آرام بودن تحت همون دیکتاتور شپ. ضرور نیست که دموکراسی باشه و یک چند نفر بیادر به اساس رای مردم که او هم صورت نگرفته در افغانستان، تلویزیون های آزاد و میزای مدور و این چیزهای شعاری، مگر در درون مردم اجتماع بدبخت باشه و دموکراسی بر یک چند نفر محدود در اختیار از اونا قرار گرفته باشه. و شعار و عنوان و قمایم نیست، مگر اینکه متن یک حکومت که چطور یک حکومتی هست، آیا واجد شرایط هست در طول دو سال چیزی را برمغان آورد برای مردم یا نه، او را شما بپرسیم. آقای کریم نوری صاحب، مشتاق نوری صاحب، روز شنبه ساعت یک بعد از ظهر دوستان عزیز برنامه دریچه سخن دارند از طریق تلویزیون پیام افغان، تشریف آوریشان خیر مقدم گفته. انشاءالله پروگرام جالبی خواهد بود، توجه بدارین. ساعت یک بعد از ظهر وقت لس آنجلس، ده شب وقت اروپا و چهار شرق امریکا، لطفا با ما باشین دوستان عزیز. انشاءالله بعد از پخش اعلانات برمیگردیم. انشاءالله امروزه یکی از بزرگترین دغدغه‌های انسان یادگیری زبانی غیر از زبان مادری می باشد. اما نکته مهم شیوه آموزشی زبان است. بهترین روش برای یادگیری زبان انگلیسی در سراسر جهان، افزایش مهارت‌های شنیداری، درک مطلب، مکالمه، ریتم صدا و دامنه لغات مناسب برای کلیه سطوح. آیا می خواهید زبان انگلیسی را به ساده ترین، دقیق ترین و ارزان ترین روش بیاموزید؟ آموزش رسم الخط، مکالمه زبان انگلیسی، دستور زبان انگلیسی با تضمین یادگیری 100%، دوره کامل آموزش زبان انگلیسی، کاری از پروفسور احمد بی‌نظیر، 4 عدد کتاب، 30 عدد CD، مجموعه کامل آموزش زبان انگلیسی برای همه سنین. CD ها و کتاب های آموزشی پروفسور احمد بی‌نظیر با قیمتی بی‌نظیر هم اکنون در بازار پیام افغان در اختیار شما عزیزان می باشد. برای سفارش این مجموعه بی‌نظیر با شماره تلفن 818-884-7018 تماس بگیرید. بانوی خوش لقایم، چه پختی از برایم، به به چه بوی عطری باز کرده اشتهایم. پختم برنج ممتاز، برنج ممتاز با طعم عالی و رنگ و بوی خوش، خانه ما را باز کرده جم و جوش. برنج ممتاز نشه فراموش، برنج ممتاز نظریان خوبه و نزد بانوان خیلی محبوبه. پختش آسانه، تمش به یاد میمانه، عطر برنج ممتاز پر کرد فضای خانه. بازار ممتاز نظریان، انواع خوراکه های افغانی و ایرانی، هامبورگ، جرمنی. بنسپیکر شسته شماره 98-22089 هامبورگ.
شماره های تلفن 00494888474 0176-820-80-965 0176-83-26-39-17 خاطره زیبایی های زندگی مشترک را از لندن آغاز کنید. لندن شهر رویاها. بیایید شب عروسی خیش را در سالون عروسی کابل برگزار نماییم. سالون عروسی کابل با گنجایش 200 نفر مهمان با پیشکش نمودن غذاهای لذیذ و خوشمزه افغانی در خدمت شماست. اداره سالون عروسی کابل ولو تحت سرپرستی خانم ماریا رسولی که یک نام شناخته شده در قلب ساوت‌هال شهر لندن است با سابقه 18 ساله از شما پذیرایی میکنم. بر علاوه محافل عروسی شما میتوانید هر نوع محفل خوشی فیش را در سالون عروسی کابل برگزار نمایید و عنقریب شما شاهد نمایشات تئاتری و موسیقی در این سالون میز خواهید بود. آدرس سالون عروسی کابل ساوت‌هال شهر لندن. نمبر تلفن 0285-74-30-18 و 0785-35-25-27-96. زیری کندهار حبیب ستور چی نوی پا اورین پساج کی پا دند شروع کرده یو افغانی مارکیت دی چی تر یو چتر لانی دا افغانی وچی میوی چی عبارت دی لکندهاری چندخانی کشمش او انزورو دا بدخشان زیره دا غزنی او هرات کشمش پکتیایی جلغوزه او نور دول دول دا شک کیفیت در لدون که افغانی وچی میوی او اندی مساله جا توب چی استاسو دا لاسرسی لپاره چمتو دی همدارنگ دا حبیب نوروزی او هرزو حبیب پنامه دیر خوندوری او دا شخوند او زایکی ور ویجی دلت پا امده او پرچون دول لکندهار حبیب ستور چخه دا میرمن فرخوندی حبیب مدیریت ترلاسه کولیسی پهار پولا چیا قربان کرم دا خبل کلی با پتا سگران کرم Sometimes the world begins to look dark, but there's one thing that brings light is when you help relieve a person's suffering and make their world brighter. In their darkest days, you sent food, water, and health care, warm clothes and fuel to stay warm. You sent shelter, mattresses, and blankets. You sent relief, hope, and love. Thank you for working together for a better world. اگر دوستانو بیا هم سلامونه و احترامونه ستاسو خدمت کی و البته دا مسائلو چه یوتسم اویل دا افغانستان گرم خبرونه و پا اغا رابطه خبری و سوی گنش میر خبرونه دی لافغانستان تاوده رازی هر اورز یوتسو پیخی گل دوار و خواه و جنگونه دوام لری محاربات دی رکتیا هم پا کلی و باندو که خلق دیر نارام دی دی افغانستان کابل که گنگونه وی دوم را زیادت سوی ده چه رکتی علمزکی و لفظان میکروب دی خلق در شش و جگر ننوزی دیر خلق ناروغ دی مریض دی روحن جسمن زانی و روانی ناروغیگان خلق تا نصیب سوی دی معتادین دی مخدره مواد و دیریگی ورز پا ورز داشان فساد اعلا درجه ترسیده لایده صاحب دی اضافه نکیگی
چې او ایران راشي افغانستان ته غونډه پسې منډې وي چې څنګه هغه چول کې په دا جیب کې واچي چې په سمه لاره مصرف نه شي. وجدان ډېر ضعیفه سوی ده. کابل ته وایي که ځې نو ته د ویتنام جنګ نه وای بدتره ده، داسې یو ځای ته ځي چې هلته په سلو په سلو کې په خطر کې مواجه. دا شیان لیدل کېږي افغانستان کې، حاکمیت قانون درک نه لري. دا یو دوه نفر راوستي دي، اشرف غني چې البته نه په جنګو کې و، نه مخکې له هغه په سیاست کې دومره مطرح و، یو معلم و په امریکا کې، یو دانشمند ده په خپله مسلک کې، کتابونه یې لیکلي، کادر دی علمي و، دا یې بولی ده او دا یې هم ډېر سخت شوقي دي همدغه ریاست و جمهوریت و د دې اتا. ما ته یو چا وویلې وای د اشرف غني صاحب قبلګا صاحب رئیس صاحب شاهجان احمدزی د خدای وبخښي و هغه ډاکټر نجیب ته راغی چې دا زما زوی که دلته ته خو ځې زحمت ته یې که وګمارې تشویق یې کې. بیا وایي ډاکټر نجیب ورته ویلي و چې دا کورتۍ د تا د زوی په ځان کې ډېره لویه ده، دا یو عادي کار ته یې وګماره، دا ډېر سخت کار ده. ما واورېدله چا چې هلته موجود و، دا خبرې اورېدلې وې. عین له همغه وخته دوی د همدغه د هغه په شوق کې و چې د ریاست جمهوري او هغه هم په داسې یو حساس وخت کې و چې هېڅ اختیار هم ونه لري. دا سړي ته ډېر دردناکه کېږي. دا د لغمانیانو خبره وایي، دا یې کار چوره مې کنه وایي بچه شوق کدس. د شوق کدس دا ډېر لرو موږ په افغانستان کې چې هم د پیسو شوق لري او هم د مقام و رتبې و منزلت د دې شوق لري. داسې چا پورې کپ کې منډې وهي دا ورته بې تفاوته ده. داسې څوک حاکم دي په افغانستان کې بیا هغوی ته هېڅ توپیر نه لري. دا څومره په دې کې وطن ضربه اخلي، غلامي او بردګي زیاتېږي، فرهنګ په مځکه لګېږي، واک و اختیار د بل چا په لاره، هغې ته بیا مهمه نه ده. دوی ته همدغه مهمه ده. د ما چې ګیله له ډاکټر صاحب قیم کوچي نه راتله، پایست یو محترم شخصیت دلته موږ ورته کتل، دا و چې ده ته هېڅ لازمه نه وه په دغه آخر عمر کې. بیا هغه هم یو اشغالي حکومت، بیا د رباني صاحب د زور د لاس لاندې په یو رژیم کې، هغه د اوس هم چراغ پسې اخیستی ده چې دا په اساس د روابطو د اشرف غني دا مقرر شوي دي، دا بې کفایته خلک دي ویشړی همداسې په داسې چټلیو باندې چې دا بیا دای باید داسې یو شخصیت وای چې هغوی ورته عذر کړی وای، زاری یې کړی وای، ده بیا رد کړی وای. ما یو دوست ده دلته په ارکې یو وخت د داود خان په وخت کې کار کوو، ډېر ښه یو صاحب منصب ده، دانشمند ده، زما قریب ده. هغه ما ته بل ورځ اختر مبارکي ته وایي، ته باور وکړه چې ما ته وزیر د دفاع د امریکا له دفتره تلیفونونه څو وارې راغلی چې تا پایستې وزیر د دفاع یا لوی مقام د وزارت دفاع تا درکوو، په لحاظ د خدای راسه ضرورت یې. وایي ما ورته ویلې همدغه مغازه مې چې دلته کار کومه، دا ما ته ډېر شرف لري په دغسې یو حالت کې زه لاړ شم و د افغانستان وزارت دفاع ومنم. او هغه دروغ هم نه وایي، ډېر صادق او شریف انسان ده. کله کله ځینې دوی ته راځي عذر کوي چې راسه، هغه نه ورځي، پوهېږي چې دلته یو خیانت و خدا ده په کې. دا چې خپله یو شخصیت بیا منډې وهي او بیا څو کاله هملته وي غیر له هغه نه، خو بیا دا د رباني او د طالب وخت کې هم باید دای تللی وای، هلته سفارتو کې کار کړی وای. ویر اوس چې پیسې راغلي دي او وراره یې جمهور رئیس ده، له دې موقع نه استفاده کول دا ماته ډېر دردناکه ده چې داسې یو ملي سړی چې ځان یې ملي او مدافع د خلکو معرفي کړی وو، په دوی به انتقادونه کول، دا یو رقم سړی زړی چې څومره نفس و شیطان سړی وړاکی کي دومره که یو شی ترې جوړ کي، بیا نو درې توته اهمیت نه لري. دا خپل ارزښونه د انسانانو په دې نه ده چې چېرته یو سړی سفیر ده یا وزیر ده یا جمهور رئیس ده. ډېر عادي یو سړی په یو عادي محل کې په یو جای کې با رسوخه ژوند لري، ډېر خلک ورته احترام لري، ډېر کارونه کوي، ډېر اعتبار لري، ډېر ارزښونه لري. هغه سړی ډېر ښه یو شخص ده، منفعت یې که یو ډېر محدود اجتماع ته هم رسېږي، ډېر په صداقت کار کوي، نه دا چې
په لوړ مقام کې اوسه او عام خلکو ته د ضرر ورسیږي او وطن خرڅ کی او تاریخ کې رښتیا هم هغه بدنامي وګټي لکه شاه شجاع او ببرک او حامد کرزی او دا دوه نور دا بیا بده ده کنه بیا په همداسې ارګان کې په افتخار زه بلې سلام علیکم سلام علیکم خطاب صاحب محترم سلام خود به شما و به بینندگان تلویزیون پیام افغان تقدیم میکنم والیکم. خطاب صاحب دمی تاریخ 5000 اضافه تر از 5000 سال افغانستان یعنی بعد از می طوفان نو علیه السلام امکسام پسرش جد پشتونها و بلوچا در دامنه کوههای هندوکش مسکن گزین شد یک اداره دست نشانده را کسی شاهد نبودن اینا را به نام الله سبحانه و تعالی در قرآن به نام اسفل سافلین یعنی پسترین خلقت یا سفله ها هستند خطاب صاحب در مجلس های که نظم نوین شیطان چون ما در کمپانی بی فای بایس آپریشن منیجر اروپا شان کار میکنیم اینا وقتی که مجلس میگیرن در اوز یک تعداد مسخره و فایشه های سیاسی مثل اشرف و عبدالله و اینیا را اینا کمی عینو و غینو را اینا استخدام میکنن برای مسخره گریشان خطاب صاحب امی اداره دست نشانده غلام بچه های صلیبی خلیلزاد غنی کرزی احدی قیم کوچه این مدیر ترجمان ها کی دیگه از کلگی که در پستر اینمی قیم کوچه هستن این امرای جهاد فروش ها باید وی زمامدارانشان اشتون کارتر و باما و جانکیری و بوش اینا باید محکمه شوند امریکا و ناتو در این 15 سال اشغال به بانی مبارزه با تروریزم از سلاح‌های شیمیایی سمی اورانیم رقیق شده علیه مردم مظلوم ما و بدفاع ما ملت ما اینا استفاده کردن که یک بزرگترین جنایت جنگی و نسل کشی در تاریخ بشریت می باشد یعنی اورانیم رقیق شده به عنوان زباله اتمی فوق‌العاده مسموم کننده است این زباله اتمی محیط زندگی طبیعی را برای 4.5 میلیارد سال آلوده می سازد و زندجان هایی که در مجاورت این ماده زندگی می کنند انواع و اقسام سرطان های اعضای مختلف بدن تولید می نماید خطاب سر که باید شما یک شخصی که در اینمی موضوعات دانشمند باشه ای را بیاریم که ایره تشریح بورا بلی سر دیگه این ملت ما را آره یک چیز دیگه را میگم ما آله از اردو پلیس خواهش میکنم که با آزادی خواهان مقاومت ملی اینا یک جا شوند و خود از اشغال و از قتل نسل کشی نجات بدیم بسیار تشکر او را پورا آقای داودی میرکه دکتر صاحب آورده بودن و بسیار جالب است کتابم چاپ کرده بود یقینا دمی بمباردمان و زهریزی ناتو در آغاز بسیار اطفال یعنی علیل و غیر محارب بگویم یا دیفورمد یعنی که همون بدنی از اونا زهراگین است و یا کجوچ تولد میشه یا علیل و مریض و بدنشان اعضایش کار نمیکنه راستی همون نسل به نسل دوام میکنه مگر اینقدر به مشکلات آینی ما زیاد شده که برای اون مسائل تا میرسیم راستی ریشوی وقتی آخر موجودی میکنه از مشکلاتی را که خلق شده مصاحبه که آیده حال مردم افغانستان گریده یک قلم شمی هم هست یقینا یک بام اتمی که میفته تقریبا نیمه یا فرزن کارتوسی که فایر میشه هوا آلوده میشه یا بسیار تاثیر داره بالای یک اجتماع و این را درست میگین یکی کی را قاسی سیاست است و کی نیست بیادر درست مگر ما مشکل ما یکان بار ما میگم که ای کاش اگر در بخش اشغال هم ما تعامل میکردیم از بعد روزگار میگفتیم دنیا یک قطبه شده و نظم نوین جهان است و یرفا خوب را میگفتیم بلاد پس شما درست است ما حتی خوش میسوزم ما درد و اندوی ما همی است که در درون افغانستان بسیار عمیق کار میشه برای چور و چپاول و یک حکومت ناقص و بیکفایت و دوز و دغل و آدم کش روی کار آوردن یک حکومت تصنعی کاذب و پایه های دیگه استوار اگر کار میشد تهداب اقتصاد گذاشته میشد آزاد می بودیم رای مردم
دموکراسی. و ما میگفتیم برادر درست است، همین بلاده پس همین قدر آزادی هم ما هیچ به درد مواخذیات نخواد بخوره، امور هم میشد برای یک مدت اغماز میکردیم تا سر پای خود استاد میشدیم. مثل هندوستان آزاد شد، همین پاکستان یک مستعمره انگلیسا بود، همین افریقایی کشورها، ولی هر کدام یا همین شب آسیای میانه کشورهای تقریبا 5-6 تا زیر دامن شوروی سابق بیرون شدن، امروز هر یک استقلال داره، اقتصادی داره، در مجامع بین المللی نماینده هایی دارن، هویتی دارن. ما هم یک وقتی مگر یکی و هم بور هم بدنام، اینی یک کمه که در داور است. بله، سلام علیکم. سلام علیکم. سنگه برو رو جوری پا خیلی خیرات دیستنگی نربانی خیلی سلام علیکم. اول خواهی تانا دیر من نکام همیشه تا دیر پا شامت و پا واقعیت و بندی خبری که ایت واقعیت نپتاوی ایت وقت خودی بندی تا خپل ملی مسئولیت ادا کرده ایدم. او پا زمین که خطاب صاحب ده وارسا ننگین مجلس ده سابق تنا ده پشنکوشه پروگرام و اوز افغانکوشه تا شروع بکره چه یعنی طول افغانان یو بل خطله هم که سره پیوز دیده چه ده افغانستان با سازه ده پاره پروگرام جور شوه وی ده سر ده پروگرام ده پاره آجان راوی او ده غیل سو سپی پیدا کری دی دیرگو بکره چه ده کلمه ما استعمال کره چه فقط اغا زنزون پاره که برا چه ولی و دیده این استفاده کبی او پا افغانستان که تو باور وکا دا شاید اینی ما تا ویدی دی چه دا پولیس سوخته و دا غذایی تا چه دا خلق دا دیشهی آقا کوی یعنی خلق کلا کلا ورترازی مفت خلقه ورکوی دا جنگ تریاق دی چین یعنی این موضوع پا افغانستان که آقا دا چوز تخمین سرون میدونه نفر مود و موتات لرو او پا افغانستان که دا سی والت روان دا چه دا دی یعنی هر منطق چه وی یعنی فکر رو بکری چه ده حالت پا کم حالت پا کم همه خروان ده خب بیده ده بعد نتیجه نه بلا مو نتیجه نشو خسته او یه مثال در که هم شدید نکام نسان مخالفیم ابر روز می پا یوتیوب که وشه ولیدل ده دکتر نجیب کوری خود مکریانه که یه زور یه واقع سه منزله که وکتو او ده بسیر سالنگی و کوری وکود قصر شپرنی میلیون دلار قصر جلو کرده ایزان تا چی وادی خومندان ده نو ده غله ده سپی چی وی نو موگه تاس با چه توخوله رو او عیف و افسوس ده ده خلق و چه پا نام ده دکتر و بلو بلو وزیز لکه ده اشرف غنی او دم هم ایده سر امراض و ام اغیقی چه یعنی دیر تعصب زایده او خدای ده پا افغانستان وره می نور خو بلا لار نشد. بله بله دیره منه نه ابراهیمی صاحب دیر دوت فتیو که دنون سر تکانیگانی دی. بله سلام علیکم صاحب. خطاب صاحب سلام علیکم. سنگه قاضی صاحب جور پخی دوائی زنده با دیان پیام افغان دوری که رنگوری که دادی داد نوری صاحب الان شیر صدی پر موکی وخی دا نوری صاحب الان پشبه بدا پشت زوک شوکا و راه به علمانی خی چون تاس مسکی خلق از دیر خند را خون خطاب صاحب شو دید ماشای ساک ماشای خر رو بازی وکره لپا ورساکی داگه دی خود افغانستان دی اون پا نتو که شامل که دا مشکلی حل دی دا دیر شهر خبر دا پینده میلیار را ده یو میلیار بیوری پولن توکلی و چراواز تو زمانه ترکتوره دا مشینی جنگی بیارا ولی دا خود دا مشکلی بیام خلقی ترکتوره هم بیوری شوریو تون تلی وای همون کن بسلیش بای ترکتوره هنو زراعتی ماشین حالات بیخیستی وای من خیر خیریت و خلق تار بدا کسی بده ملک خلقی را رساس بسن کن خطار بسن دا عطا دا مزار پزور نیول دا کپر رضا نوش جانه ولی طالبان تا دیشه میری ولی دا تک دیش دا دیوان سنگی چکاری ولی که گرز و نیم دا بردی بان تکی ولی که دا که دیو سیدی ساتا جوار که ایوبی ساتا جوار که فاروچ آزم تا جوار که اگه ولایت او گوره چپا تلیر سات که طالبان دا ملک جوری کلی جوری اخبل دغه امرالله او دا جنایتکار دا سپي دي مرلا کې لکه هغو بسم الله و هر څه جنایتو چې پشکې کې واسکټ اغوستل یې دي مرواستې ښه طالبان په څلوېښت ساعتو کښې دغه دا دا ملک ارام کړي او حکومت وکړي دې شرمېږي راړو بل د نجیب په وخت کښې دلته دا بعضې دوستان وایي
دته ګرد آی شو د بوې نه بورې او د تیرو په دې نه سارو څخه مردا ګرد مصرف آی پر کاوه خو په دغه اندازې به سي ورزې دي ګلو ورخلې دي دا خدای شو یا خیر خبر مې ده سي خطر صاحب چې ته ته دې په شوړ ته راځم شېشتې نوې کنسرت جنرال دا خلک وو چې په نجيب متهم چې نجيب په خاطر به ساوه دا دې په خبر کې هغه سره علي تعجب وکاو غرزي نه مې چې څنګه مې خو خو دې داسټ پر کې سره وو دا دا وو چې یاري کنسرت جنرال مخاله شو پر کوم باندې سره خبرې وکړي ډېر زلانو دا مې خاص دا خلک ورشن ډېر نه آرام دي ډېر دې رزلان کې په داسې وې شو په موټرانو کې پته ورته په ټول یو وخت کې دا د موټر انډار سپینې نه کړلې تو څنګه څه به تاسو کور ساو دا چې دې په دې ګر مشکل ګر خبر خو خو ساته پس نو نو څه وونه سو ډیر مننه قاضي صاحب دانو دا هغه ستکانیانی دی وفت زړه د وستل کیږي ډیر افغانستان بیچاره ده مشکل هم دا وروره ده موږ تاسو چې غږی وو کومګا حتی وای راز تاسو چې کولای سي په دغه ممانعاتو کې چې کولای هم نسی اته خپل د اشرف غنی بیچاره په حالت کې واقع ده چې یو چا یو مثال ورکاو وای چې یو 2000 لیوان دی را خوشی کړی او یو رمیته او یو ډنګر چوپان دی ورته درولې چې دا رمه وشو درنه ونه خوري نو دا چې حالت کې څه کولای شي ته په کوم نسته د سره راکټ هم نسته چې دا لیوان پیولې یو لوی دیوال جوړ کړي دا رمه تر هغه کې دا خوشی کړی دی هم دا دا چورکان ته راغوختی دی گفته یکی از مقاله یکی از دوستا که بوفه غذا را مانده و بهترین غذاها را اشخاص گرسنه را گفته علا بدوین بخورین هر یکی میگه چور میکنه و میخوره و میبرداره بمرای خود میبره همه طور هست در اینجا اگر اشرف غنی باشه و هر کسی دیگه منتها مشکل ما چی هست باید نپذیره یک اسلحه که نه خون میریزانه نه صدا داره نه فیر داره نه آزار میته کسه و بسیار کاری میفته و مبارزی عدم تشدد و عدم همکاری است استعمال شده اما تو بارها گفتیم در هندوستان گاندی کارا را کرد یک گنگ امپراتوری 300 چند ساله انگلیس سقوط داد و فرار کرد و همه تو در امریکا مارتین لوتر کینگ گیره به معرض اجرا قرار داد سیاه ها را سرتاج یک کشور ساخته امیل یک سیاه در وایت هاوس رئیس جمهور دو دوره انتخابات انتخاب گردید یعنی این مبارزات بسیار فایده می رسانه ایره اگر ما بتانیم که ما در این تلویزیون هم امیره عرض می دارم بارها که اگر ما زور ما به اونا می کشه ایره خود زور ما می کشه که میگه عدم اجراعات چیز نکردن با ورزیدن یک حربی بسیار خوب است اگر شما باب به ورزین از همکاری ما که همی کسایی که سفارت ها را میپذیرن و از راه دور از آرامی ها و فرحت و اینا میشتابن و میدون برای از یام قار ما میگه یار چند برابر باید پانسی کرد که با آسیاب دشمن آب میریزانن برای اطفای تشنگی برای قدرت و مقام و یک منزلت رو که علی سفیر صاحب آمد و وزیر صاحب آمد اونو بسیار وزر خراب می سازد جایی که اونا تشویق کنن مردم که به همین حکومت شما همکار نباشین وقتی همکاری صورت نگرفت بادارهای از اونا مجبور میشه که یک نفر دیگر سراغ ببینه که والا این وزر خراب میشه اونجا بازگر بردار پشت جنگ هم کس نمیگرده که طالب چی میکنه نمیکنه با جان خود میشه که اگه حکومت تشکیل کنه که مردم خود دیگر همکاری نمیکنن دستای خود بالا گرفته همین خود در امریکا سترایک یا مظاهرات یا باورزیدن به کار نرفتن بیشتر چی میگم خواسته های مردم مرفوع میشه فرزن یک هواپیماس فرض کنیم دلتا ایرلاین یا امریکن ایرلاین یعنی مثال عرض میدارم یا کمپانی که متکی است با کارگران و تخصص مستخدمین خود یک دفعه اونا میگن که برای ما معاشای ما را زیاد بسازین و رئیس کمپانی میگه که ما حالا توانی از زیر نداریم بسیار ببخشین و ورقا را تقسیم میکنه یک تصمیم مجموعی میگیرن یونین دارن فرض کنیم یک مرکز بازخواست دارن یک دفعه میگن که سر از هفته آینده شما به کار مراجعه نکنین برین خیابانی خواسته هایتان بالای کاغذ بنویسین بیرق بلند کنین
و مجبور میشن، مجبور است شما کارگرای از اون است. اگر شما نخواهین کار کنین، کمپانی به مرگ طبیعی میمیره و مجبور است مخواسته های از اونا را بپذیره. در افغانستان ما همین چیز را تشویق میکنم، مگر مشکل ما چی است که بیشتر ملت گرفته برده ساخته، پول خور ساخته، جیره خور ساخته. حتی یک نفر از اینجا مدیریت یک کالج ایلا داد، آقای چطورکایی قیومی نام دارن، اونجا میگرفته و اینجا میبینم که چون دوست سابق وقت لبنان بود با آقای اشرف غنی درس و سبق خواندن، او را با خود برده در این قطار اول همی موسی چگکاو را مینشینن و سیل میکنن. او کاروبار از ما معلوم نیست، میگه 40-50 هزار دلار برای از اون ماش تخصیص کردن، هیچ حاصلی از ما دیده نمیشه. همه تو آقای نادری، عمر نادری بود که چی بود، و اقتصاددان افغانستان در نیویورک، او هم برای مشوره با آقای کرزای از نیویورک رفت، میگه ما 40-50 هزار دلار در جیب خود میزد سب، کدام نه اقتصاد افغانستان تهداب گذاری شد، نه کدام مشوری برای از او داده شد. اونا صرف همو دانه را میبینن که چقدر دامه ها در میان هست، و همو مردم است که وطن بسیار بد، یعنی و بیراهه کشانید، مسایب آید حالی از او گردانید. گله های معظمی اشخاص منور، خصوصا کسایی که در وقت جهاد افغانستان علیه شوروی سابق فرار کردن، اونا با مهاجرت تویی که فریزه است، اونا هم عقیده نداشتن، گریختن از میدان، راه ها را سراغ دیدن، میدانستن امریکا آمدن، اروپا در اونجا آرام نشسته بودن و سیل میکردن که افغانستان چه خوب بدبخت شده میره روز به روز، جنگای داخلی را هم تجربه میکردن از راهی دور. بمجردی که همین 2001 و 9/11 صورت گرفت و پول ها و امریکا و دویدن شد، صاحب اول اونما دویدن رفتن. او ترجمان ها رو خوب بگذارین که اونا هم زندگی خود ایلا دادن در معاتش بگرام و دیگه و دیگه، اونا به میلیون ها میلیون ها دلار اونا کشیدن. یعنی هر کس صاحب رفته به نحوه به ترتیب پولای افغانستان رو بیرون کرده و در جیبایشان. یک پول دیگه مصرف نکردن در افغانستان که یک کلینیک، یک چند تا تیم اسپانسر رو سپورت کنن، هیچ. از اون خاطر است که میگم اون ترجمانایی که افغانستان رفته بود، اکثرشان که برگشتن یک تکلیف صحی برشان پیش شده یا فامیلشان ازدواجات به هم خورده، کانسر و سرطان اونا را گرفته، یک بدبختی مصاب شدن، چون همو پول مردم افغانستان بود که میشد یک چیزی از اون به اونجا. یا فرضاً همی افراد و اشخاصی که امروز در رتبه های بالا و رده های بالا قرار دارن، مورد لعنت خدا و مردم افغانستان قرار دارن. همی سفیرایی که امروز بالاش صحبت شد، اگنی آرام در خانه های خود یک ذکر و فکر، یک فکر خیر داشتن، با رسوخ زندگی داشتن، گرسنام نبودن. امروز در مطبوعات تا و بالا میشه مورد لعنت مردم قرار میگیرن، چون به زور این و آن روی کار آمدن، واجد شرایط میگه نیستن، دروغگو هستن. خب ارزش ها فرق میکنن از این مردم. به هر حال دوستان عزیز، آقای کریم نوری صاحب روز شنبه از ساعت 1 تا 4 برنامه دارن، در چه سخن خواستم اعلان بدارم، سراغ اعلانات رفته و دوباره انشاءالله برمیگردیم. یکی از بزرگترین مشکلات امروز بشر چاقی است. چاقی و اضافه وزن علاوه بر تأثیر منفی بر زیبایی ظاهر انسان، باعث بسیاری بیماری های قلبی، خونی و سکته های نابهنگام می شود. امروزه مبارزه با چاقی و یافتن راه های درمان آن مأموریت بسیاری از دانشمندان و محققان است و به همین دلیل است که صدها نوع دارو برای درمان چاقی امروز در بازار موجود است. اما آیا می دانید عوارض جانبی داروهای شیمیایی بسیار بدتر و شدیدتر از خود چاقی است؟ آیا می دانید در بسیاری مواقع شخص مجدداً اضافه وزن پیدا می کند؟ چرا راه حل‌های گران، رژیم‌های سخت و داروهای شیمیایی وقتی می توان با پیوند دوباره با طبیعت و به روش سالم و طبیعی با این مشکل مبارزه کرد؟ کپسول‌های آیورتریم محصولی از دانش پزشکی آیورودا، راه حل طبیعی برای کنترل وزن و رسیدن به وزن مطلوب. مبارزه با پر
اشتهایی، تقویت و سرعت بخشیدن به سوخت و ساز، دفع بیشتر مواد اضافی از بدن با ترکیبات کاملا طبیعی. آیورتریم با استفاده از ترکیب سه گیاه اصلی، گارسینیا، آرجونین و گوگول، سیستم بدن را ترمیم کرده و با تأثیر مستقیم بر اشتها، سوخت و ساز و دفع مواد از بدن شما را به وزن مطلوب میرساند. Made in USA ISO 9001-2000 Prop 65 Compliant GMP Compliant آیورتریم محصولی از دانش آیورودا. آیورودا علم زندگی، علم جوانی. 818-884-7018 برنج های پامیر که از جمله قدیمی ترین برنج های بسمتی در اروپا می باشند، در 24 سال گذشته همیشه برنج ممتاز شناخته شده و با عین کیفیت عالی به شما عزیزان تقدیم گردیده. شرکت پامیر با عرضه بیشتر از 10 نوع از بهترین برنج های بسمتی آرزومند برآوردن خواسته های شما در انتخاب برنج دلخواهتان می باشد. مراکز توزیع برنج پامیر آلمان، هامبورگ شرکت پامیر، دوسلدورف شرکت ساعد، افغانستان شرکت پامیر نوآوران هرات، کانادا وانکوور شرکت خیبر لیمیتد، انگلستان شرکت پامیر لندن. شرکت مواد غذایی بابوری، بهترین برنج های بسمتی زرد و سفید فامیلی را به طور عمده و پرچون در رسط شما قرار می دهد. همچنان از این فروشگاه انواع مواد غذایی افغانی، ایرانی و اندی را با کیفیت اعلی به دست دارید. آدرس: بیل اشتراسی شماره 98 شهر هامبورگ. موبل پلازا، مغازه موبل فروشی مدرن، بهترین کاوچ ها، میزهای زیبای تلویزیون و سالون، میزها و چوکیهای مدرن طعام‌خوری را با قیمت‌های ارزان تقدیم می‌دهد. همچنان بهترین مبل ایتالیایی اتاق خواب بزرگسالان، مبل مکمل اتاق خواب کودکان، اضافه از 200 نوشید های ظریف کریستال، میز و چوکی با پوش ها برای رستوران ها و سالن های کلتوری را با بهترین کوالیتی تقدیم شما می دهند و سایر اشیای مورد ضرورت منازل خیش را از مغازه مدرن موبل فروشی پلازا با قیمت های کاملا اقتصادی تهیه دارید. آدرس: موبل پلازا، همبرگر اشتراسه شماره 167 شهر هامبورگ، جرمنی.
ګران دوستان سلامونه او احترامونه مستقیم تاسو ارشادات ته درځم. بله سلام علیکم. بله برادر بچم محترم سلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید. ما یک چند نظر داشتم، البته باعث یک برادر کم دانش در مکنم تخصیص ندارم. یکی کمی ممالک اسلامی در بین خود همیشه یکی فرادیده غلبه کردن و زیر اثر خود آوردنشان، اما چون که همکش و هم مذهب بودن میکنم تاثیرات بدر بار ناورده. اما لوگ افغانستان که اشغال شده یا مثلا پاکستان، تا پاکستان وقتی وجود نداشتیم که اشغال شد، یا یک مملکت اسلامی از طرف صلیبی‌ها اگر اشغال شود، بسیار عواقب و خراب داره. اول همین سیستمی که یا میخواهند در یک مملکت باشند، یا 2%، 3%، یا 5% از مملکت بسیار خوب تقویه میکنند و همی دیگر بسیار قریب و بیچاره نگاه می کنن و همی 5-3 هم نیمانن که سر از روزا حکومت کنن و از امو غریبی و ناداری و بیچارگی از با استفاده کنن و همیشه امو ملت با یک درد و با یک پرابلم آغشته نگاه می کنن که مسئول جان خود باشه که کدام مقاومت کنن اتانن. و دموکراتی و عدالت چیزا به این صورت در یک مملکت که او آزادی نداشته باشه، استقلال نداشته باشه، قوای خارجی داری باشه، به این صورت باید نمه. و به این گذشت زمان اگر مثلا در این محدوده 15 ساله که اگر فکر کنم، غیره که در اون جامعه اشخاص بسیار فاسد تولید شده باید، شخصیت های سالم و خوب باوجود نمه. یکی شما فرمودید که در افغانستان دموکراتی برای فعلا نتیجه خوب نمیده. ما هم نظر شما هستم، چرا که دموکراسی اول خود مصرف داره، انتخابات عزیز بده بده باز در افغانستان چون بسیار کوهستانی و سعی سرکا و چیزا میفرد به کل جای رای مزده ممکنشتر همیشه سیومی که وقتی که یک گفت در افغانستان تاسی شده مصرف کار داره و پول اقتصاد مزده افغانستان اقتصاد دولت بسیار زیاد است. از من او را مثل که در گذشته عذاب جور شده خلقی پرچمی شلوی دیگر دیگر کلش از طرف خارج سرمایه‌گذاری شده جور شده و او توسط دموکراتی میتونن که خوب مثلا یکی زیاده جور شده او را امریکا مصرفش هم میتونه به کلی نوکری از اون امریکا را میتونه خارجی را میتونه از پاکستان یا دیگر. و یک حکومت که در افغانستان به نظر ما با وجود سرقدرت بیایه که او اراده مردم را تمثیل کنه، گرچه که انتخابی به این شکل مثل غرب نباشه، اما باید آزادی مطبوعات در او باشه و خود قضا بسیار سالم باشه و مستقل باشه و قوای نظامی و قوای امنیتی اجازه نداشته باشن که در امورات سیاسی مداخله کنه و عدالت باشه و اون چیزای دیگه که مثلا عذاب جوشه و با دموکراتی به یک شکل باید به شکل طبیعی شگزای به نظر ما بهتر است. و روش ما عبدالله را نشان داریم چیره ازی خودشی یکی نسبتی میبارد همین دریشی که پوشیده بود به جانش که در میتبرن شما یک دریشی پوشیده شاید دریشی تا قدر قیمتی نباشه اما بسیار هم نمیده تا میتبرن هم چیره تا نامخده یک نور برخشش داره اما او بدبخت فقط نکبتی از چیره ازی و از همین فقط کلی خر از پیرانش بس مدر باشه خلاص. و این همه که کم مانده که امریکایی کاری یا سفیر امریکا در افغانستان یک دانه تصمت دگر در جاپان تا فقط یا سر دیان هستان خلاص. و یک چیز دیگر که مدباره گلگودین شدیدیم که این بسیار سخت مریض است و از یاد عمر نمی کنم و این چون انباق ربانی بودید و فقط انباقات بودن و شوارای زیاد داشتن، مثل شوارشان پاکستان، انگلیس، امریکا که شوارا زیاد بود یا هر کدامشان می خواستن که خدا با مو نزدیک بسازه باز یک شگر می رفت مثلا که تیران چینه که دیگه شما انباق بوده کم می رفت و یک انباق آورده به چی خدا دماغین سفیر افغانستان ساخته و یک اکس ندیرم از که یک بچی هایی در پالی رو هم به خارج درس خوانده و او انباقش بچی خدا رو هم خودش زیاد اگر بیارم خود اینجا حکومت که برای می کنه چیز خود می داره و بچی خدا می خونه که انباقش آورده هم بیاره اما مادر کیتان در افغانستان سر یک چیز بکیر میشه از قسم خود مرداری خود من داخت از خود چیز خطر نمید که مردم ناجور میکرد جامعه رو فاسد میکرد
یا میگن خودشان رفتن و یا میرن و مردایی خود نمیدازن تو سفار و بدبختی و زیادتر در افغانستان میکنن و این اولاده های دیگه شم کلا زیاده خارج دست میسن و کلش باعث سفار و مرداری در افغانستان میشه. بسیار تشکر که کپ مرزوش کرد. بله هست وی طور است که بحث های آشوی که فرزن بچه یکی اونجا رفت ولی قدر مشکلات و مصائبی که امروز در میدان افتاده همی خبرهای اخیر یا مسئله وارسا و اینا را آدم تا بالا کنه مقرری ها همی اشغال وطن تا چی وقت طوری که شما فرمودین مسئله دموکراسی تا اینکه چی میگه به شکل تمسخر و تفنن میگفت که امریکا علی میگن هر مملکت که اگر قار شدم دو جان دموکراسی را میارم اشتای تصاف میکنم یعنی دموکراسی آزادی را میگه قانونیت حکومت مردم توسط مردم برای مردم در اونجا پایه های آزادی بیان است و اینوان و مطبوعات بسیار چیزهای خوبی در درون عنوان دموکراسی سراغ میشه مگر باعث یک زهر باعث یک غضب باعث یک روپوش با مردم فرستاده میشه که مردم بدبخت بسازه. در وقتی شوروی ها که باعث یک قطب موجود بودن قدرت اونا هم کوشش داشتن بالای مردم تحمیل بوداره تحت عنوان کارگر و مردم عام کشور و که رسیدگی میشه و روتی و کپلا و مکان و احتیاجات اولیه امینا آمدن دیدین که همو مردم زیاد ضربه زدن نه کلچر نه کلتور نه دین از اونا رو مد نظر گرفتن صرف مثل یک برای آو خر و مواشی و گاو اینا که یک نفر شعار بده که برای از یا ما نانم میتیم تبیلان میتیم اینا مگر ارزش انسان ها یا فرض کنیم دید یک انسان از یک اجتماع باید معلوم باشه. دموکراسی هم با مو ترتیب داخل افغانستان شده و یک کشور البته دین است و در طول سالها دین یک ضربه بسیار قوی علیه دیگاه استعمال شده حتی خارجی ها از زمین احساسات دینی ما مردم افغانستان در دوران جهاد در وقت انگلیس ها دیگه همین دین ایمان و دفاع از حق خود که واجبی دینی است استفاده ها صورت گرفته هست همه طور چیزی که شما فرمودید. بله سلام علیکم. بله و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. سنگه ورور جوری بخیر طبیعت شکر در الحمدلله ده ورود سلامونه نه مخک زنگ ولا لمانه بنت ده ورود دې ته تحلیل کړي څړو موضوع دې به طرفانه ولا د یاجر ورکی او خطاب مبارک من غدا دې مخک ته د اشرف غنی ته د مجید تو ته دې یو اشاره وکړي او رڼا من دې مجید تو په حساب باندې واچو من بغلان کې خطاب مبارک ته یم ازي قوم پروت نه دی او ته به دا نور قومونه لکه ستاني زي سو مثال یا خګياني او یا به دا نور مثال د منګ شاړي ورونه یا نور نور ډار قوم اوس کومه در کوم سره خیر سر بل سر دی ام ازي ته دی په درنده سګوري دی ام ازوي د څنګه څه کولای نه ستم په دې ام ازي زما مخامخ سره چپړ شي کومه عند الله عند رسول خبر وکوم نو دا یو می خدای په یو ستوره ورکړې په دې باندې تا کې دا مازه چې کومه فیصله به وکړه دا یو شی به ګټه چا ماته ولا منه یو مچلغه به کې خدای له ډیر څه رول ادا کو نو دا یو مازه یو د دې موږ مې چې کار په خپل خدای زیر شو خې در بپار وړي روز درو دغه متا چې کوم معلومات موږ یې زمانی نه ني نو چې میراګای نه مې زده دې په لوخونه نو سره وځي په دې سره دې په سرک باندې شه زمان خیر ورته دې دا مازه واسي د لوګر نه خو دا مې کونه ورغو دم دا په میستو نو دا ډیر ښه رول یې درلود د یعقوب مراګي نه یو ورځ د شه د خلکي دور سره هغه د اسلامین دور نو دا خبر به پام به موزل کته چې معلومات د روحاني نو کو سره خلکي ټول مخه د وحشي ونی حکومت راغی یو ورځ د سنگیرو وی رکسه کې وی یو د کاروان دا ودرې د کسان کې ودرې د پولیس دی عسكر جوړه باندې پر را څنګه یعقوب مراګي کوته ورور یو غټه سپه یعقوب مراګي سنگیره سره ګیره د ورځې کټ کې نه سپه د بارښتو د شکی د بیزلانی مو روز راکته سو را سنور راګی ته سړی میشه خو بد ګیره چا پر د دې بیزلانی مو روز رنګور غړو ستاتو پورته نه کې او ما دې تا نو مو ورته دې تا یې بن فارمارم دا نن د تر نن دې مو ورته ته خدای قدرت راکړې څه خدمت غا کولای شي لکه یم دې په نو ما دې هغه شو روز د بیزلانی مو روز سپور سره مخ په کابل سبا په لور دې لاړ وو تک دې سره دا په غیر راګ په لور مړو نه کې لاړ ما جوړ سو په بل ورځ د مجاهد په دې تور کې نو دې چې روغ هو دې مرګي ورارو له ځاخه له پیادو ته چې مرکه کې ناسو
هغه تر کاواګه کاواګه کومندان ورته ویل چې هاي وا تا قواره چې کافی و او د جمیراګي نوم دې بس څه څو تر هغه دره نه وایي چې بیا واکه بیا واکه ښه نو اوس وروره موږ اوس امازه چې فراغ ده چې افغاني ورو خلک ویل امازه ده او متفکر ده او ډاکټر ده او لاس دې ملت په وینه باندې سور نه ده ته باور کړه چې پکتیکا استازي وایي چې په کوم یو کې جامو به شي انتخابات نه کړي په دغه ورو طالبانو قدرت دې د نوې مکو د سړی کامیاب کې سور هدا کوم لار اور چې شته ورو دې ته مامله وکړه نو هغه کومندان خبر آیا چې افسوس اوسه مګر یا امازي نو موږ د متفکر هغه بس خو دې استفاق کړي وایي چې ډیر غټ فخر مده ته بلړی کې نو نور دې مبارک وخت نه ته پاکل حاج سپار مخ ته دې خاطر وخت او داسته دا شیطان چې دا ډیر لوی دښمن د انسان په قران کې ویلي لوی عدو چې دا عدو عظیم هم دا شیطان ده دا نفس ده د خپله پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم اشاره ورته کړې چې جهاد کوي له ځان سره له نفس سره یو یې همدا ده چې دغه مواقع وکړي چې انسانان واقع شي د هغه دغه لویوالی د هغه کرامت او ارزښونه وایي چې که سړی غواړي چې صادق معلوم کړي چې صادق ده نه ده دا نه ده مال دې وروسپاره امانتکار ده مال دې وروسپاره که فرض کن باتوری گوری نو پا دست جنگی ما واقعی ہو که دیو سڑی باتور سڑی تورا معلومی گی دیو عالم سڑی خبری معلومی گی دیو باجورت انسان تدبیر ہوتا یعنی هر ارزش چی تو پیو انسان که لطه باید امتحان سی او اگر که امتحان نسی واری ویزی خیه ما و دیر کاکای ما و دیر صادقی ما و دیر امانتکاری ما و دیر شوارونه ورکی او معلوم نه یی دا ورس پورس دا خلک معلومیږي زمدا وایم چې خپل نفس شیطان سره تداونه چې کولای زی په یو سفارت کې نه نوځي واغه مشغلی حکومت یو ګډاګي یو بل چارې لګلې واغه یو چا ویل نه پیږم کوم ایوان وای زرند سټی و بل لکی سټی دوی دغه حکومت لکی سټی او زی په همدغه وزارتو سفارتو کې نه نوځي دا ډیر عیب د شرم د ګوري چې بیا په همدغه موقع کې د دوی هغه اصل جوهر معلومیږي با جوهر سړی وایه کمترین دغه د حضرت مصطفی صلی الله علیه وسلم په وخت کې د بلال د حبشي په د مسج په هغه کې فلم کې تاسو وګورئ دا یې بوت چې د ایمان راوړی و دا یو غلام بیا هغه وایي وی وړ وایي په ده باندې وایي داسې تیږې د سرې تیږې د عربستان به یې په دا خېټه ورکېښودي چې ته ووایي چې تو به نوزو بلا خدای نست دغه بوتانو ته به اشاره کول وای دغه بوتان دي ما خدای بیا به هغه انا الحق چې خدای ستا حق ده بیا به هغه ډېرې وسې پرې وکړې بیا تر څو چې همدغه بلال حبشي خوش یې که څه نه کېږي یو چا بیا وایي واخیستو ازاد یې کړو بیا مؤذن ترې جوړ سو ډېر لوی مقام په دین د اسلام کې ورته ورکړی سو په ډېرې بدو حالاتو کې یو هغه سړی زموږ یو دوست و سید داود هغه نومېده زما د پلار دوست و همغسې جک قدونه او دا چیره یم سره ورته وه کله چې زما پلار وفات شو بیا هغه به ډېر په ما ګران ورتلم به هغه د پلار چیره یې زما درلودله ورته ناست به وم همغه ته به مې کتل د هغه کې ګزرګاه کې کور و هغه ډېر مسلمان و ډېر بادیانته انسان و زه چې کله امریکا ته راغلم یو چا قصه کوله وایي د دو کور ته همدا پرچمیانو د استخباراتو نفر وای راغلو کور یې وای ډکو له خلکو غږېدل وایي چیغه یې کړه کې سید داود کیاس وایي بیا دا نور ورته ویلې چې ځان پټ کړه چې زه سید داود نه یم وایي نه بابا افتخار نصیب یم همیشه بچیم وایي د ی خانه هېڅ چې تو یک مرد و کاکره نیافت سر ما ور یک آدم مرد صدا کړه ما بگویم که من نیستم وایي خب اس بشار بد میشه شما خود پت کنین وای بیا لاس یې جګ که ما سید داود هستم بیا هغه ته ویلې که توره کار داریم بیا وای وی وړ هغه شهید که تر اوسه د ده دا خبرې د ده دا جرات د ده کاکګي د ده د هغه ارزش او زه کله کله چې زه ګورم همدغسې اشخاص دي ما یادیږي سم چې هغوی لاړل پناه شول او تر اوسه یې نوم پاتې ده او خدای سره به ډېر سرخرویه ناست دي هغو وګوره او د ده بې شهامت او د عرضه خلکو چې د استعمار استعمار په استثمار په لکی پورې نښتي دي او دا خواخوا یې لکه سپیان غوندې زغلوي هغه بیا وګوره ارزش هر چاته فرق کوي بلې سلام علیکم سر سلام علیکم آقای استاد وعلیکم سلام بفرمایید 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 استاد یک چند کلمه راجع به آقای
قیومی برتن اجازه کرد. درباره کی صاحب؟ قیومی، آقای قیومی که شما گفتید. شما در سان فرانسیسکو، در سان فرانسیسکو هستین؟ بله. بفرمایید. آقای از من آقای استاد آقای قیومی رئیس ما بود، ما خود مقدسی سمزای بودم. در رقم فرانسا شما میگین آقای قیومی یک پرزیدنت بود. آقای قیومی که نبود اگر 300 نفر لیسانسای پروفیسرهای امریکایی زیر دستش بود. آفرین. و شما بله و شما آقای قیومی رو گاهی مامور میگین، گاهی رئیس میگین. آقای قیومی یک پرزیدنت بود. بعدی که آقای قیومی کویت کرد افغانستان را تماما به یاد تلویزیونش بریکینگ نیوز آقای قیومی رو اگر دماش بگوین آقای قیومی همین جامعه تماشا شده شما گوگل کنی نامش را تماما توانی آقای قیومی را شما میکشید. فایره که شما میزنین امیر امام میگم که یعنی تو ماشم بله. داشتی تو یک آدم برازندان بود در مسئول چه بوده یا این آقای خیمیر آدم است که یعنی افتخار ما هستن نیست قطعا افتخار ما چی هست بیادر امروز رفته در اونجا نشسته با امرای اشغال با امرای اشرف غنی در اونجا آقای خیمیر امینجا اما کم ماش داشت ماش که داشت خیلی برای چی رفته بله. چی میکنه در افغانستان چی کار داد خود رفته یا نرفته؟ نرفته چطور نرفته؟ خودت گردن تا چرا بسته میکنی؟ نه نه برقم نداره خواهی نمی دین اینجا مدیر یک مکتب بود و را به نام دین میگن مدیر نبود پرزیدنت یک مکتب پرزیدنت نداره آقا ایره چرا شما خودت معلومات نداره؟ دین اینجا یک مکتب و اینا را دین میگه یک رئیس یا مدیر اونمور در افغانستان مدیر مکتب حبیبی مدیر بود اونجا رئیس مکتب حبیبی ما نشنیده بودیم و با فارسی نمیشه آقای فتاد نه آقای فتاد شما در این باری ترجمانی های پولای ترجمانی تو راست هم گفتیم در این باری زیره این آقای فتاد همین شما تشویق شما آقای مسکینی ها که کلگه بر ترجمانی در من نکدیم تشویق کچ کس همین تلویزیون های شما آقای آقای گپار نزن آقا جان مولا گیچ اعلان خود که پخش شده مانه زیره نمیته که حالا ما هم اعلان یک رستوران هم پخش میکنیم مگر ما نمیگیم که برین حتما اینجا نان بخورین و شکم سیر کنین و اعلان از پخش میشه او را او تو خواه یک شرابخانه هم پالوی یک آقا جان یک سرک هم پالوی یک شرابخانه تیر میشی دیگه او خب نگفته که شما حتما در این هر کس خود اختیار است که میره ما نکدیم آقا جان آقا جان ما اعلان نکدیم یک نفر دیگه اعلان خود داده چرا بی خبر یک گپ شما گرفتین مفت اعلان نکدین آقای بی خلطه گپ میزنین و ما اینجا اعلان هر رقم دارم ولی دمی دی دنیای پهناور اورا ما نگفتیم که شما یک دقیقه گوش بیتی آقا اگر در می افغانستان میگم اگر مردم برا پول کمایی کرده باشد دیگه اگر حداقل به مو افغانستان هم دلشان بسوزه کمک کنن یک چیزی برای مردم میرساندن باز میگفتیم خود حداقل هم هر آید یک صدقه هم داره یک خیرات هم داره یک زکات هم داره یک عشر هم داره اینی گپا رو ما گفتم و الان ما از تجاربی که ما از فامیل های قریب های ما این طرف و از اجتماع افغان ما خبر دارم بسیار مصاحب آید حالی از اینا گردیده و ما یک پیشنهاد به ای داشتم که ما از این طرف دنیا میریم با همین حکومت اشغالی هم کاری میکنیم و همین را تقویه میکنیم ای حرف ها ای که ولی رئیس است و مدیر نیست خب رئیس است رئیس چرا رفته بیده ولی اینجا تشنه پول نبود که نبود خب همینجا معصر یک شخص بود افتخار خودتان بود و خودتان بسیار مباهات میکدی خب همون را نگاه میداشتیم اینجا ولی اونجا رفته دارم پیش روی در لین اول هم می نشینه بوتی برینجی واری و چی کار میکنه اونجا افراد دیگر هم همی نادیری رو ساق نادیری رو ما عرض کردم در این نیویارک یا دیگه اشخاص افرادی که از طرف رفته فراوان هستن در این بانک ها و نمی دانم اینوان اسماء از اونها یک لیست کلان یک هزار نفر از دو حداقل ما می تانیم خود ما پیدا کنیم که از امریکا و کانادا و اینا گربه های گرسنه واری رفتن و معصر هم نیستن انتقاد ما عام است چونی اشخاص بسیار مهم بود در اینجا مصاحبه صورت گرفته ما کدام قصد توهینی از اینا را ندارم میخوایم که مبارزه اگه میکنین خب میگم یک رایش همی است که اینا اشخاص چرا میرن برای همکاری همونجا در زمره همی آقای کوچه صاحب هم یاد شده آقای اینوان هم در اینجا مردم گله ها دارم خوی نمی راه های حل مسائل افغانستان یکیشه پیشنهاد کردم که آدمی همکاری است
اگه یادم اینقدر شخصی مهم است و افتخار خودت است و سرشانهای خود میورداری یادم و میاد اقل خود یادم کلی ازی از یک کشور دموکرات صدای آزاد انتخابات از اینجا میره اگه امید مغز قیومی جا نداشت که میگفت که او مردم بدبخت در اینجا خو انتخابات صورت نگرفت دموکراسی که ما در اونجا مطالعه کردیم باید رئیس یک مکتب گفته شما و پولدار و عالیشان خو اونجا میرفت نسخه شفا بخش پیش میکرد از هان مردم روشن میکرد اونجا میره همون لطا آورد از زیر پای نوان میفت ما گله های معظمی هست ما مستقیما نه ولا میشناسو میشه و نه دیگه صرف بایسی همی عمل کرد و کار مردم بالای مردم تبصره ها داریم و امروز افغان ایران است که از کدام دریچه یک روشنی بدم که مردم آرام شد و مطلق چراغ را گل کده و سب مثل که در یک شهر تاریکی را پرتی و زده بودی هر کس یا او خیت کنی و مایی گرفته بودی دیگه ما او را ما اینجا یک چیز بایدتان بگویم که ما به یک نیت پاک در اینجا آمدیم ما به هیچ کس قصد دشمنیام ندارم و همین فکر و مغز ما به دشمن هست مگر تبصره میکنم بر رهایی برای چی اگر یک مریضی را در بدن یک نفر یک دکتر تشخیص میکنه و دشمنی با او مریض خو نداره اگر میخوای برای التیامی از او یک نسخه بته او خو کدام دشمنی نداره میخوای مریض جور شو ما مال افغانستان مریض داریم با التیام ضرورت داره و ما و خودت باعث یک اشخاصی که در اینجا هستیم با اصحاب آرام در کدام حزب هم نیستیم جانبداری کدام شخص خاص و سمت خاص هم نداریم دیگه باید حداقل خوب صادقانه و آزاد گپ بزنیم که قیومی چه قرارم بود اینجا و چه با کدام حد در اونجا ساعتش دیر است با بلندم پس قیوم افغانستان مهم است برادر این توده 25 میلیونی که بعضش در مواد مخدر و بعض بیکار و دربدر و با مصائب گرفتار و 14 در زیر سلطه جنگ و خونریزی ها به سر میبره او برد بسیار مهم است یا قیومی یا همین اشخاصی که امروز بالایشان صحبت کردی شما باید عام فکر کنین برای نجات یک کشور برای نجات یک کتله وسیعی که بسیار بست سخت بدبخت شده میره و روز به روز بالای سرنوشت از اونا بازی ها صورت میگیره او را توجه بداره یک شخص منفرد و هم از اینجا رفته چی بد میکنه که اونجا رفته در افغانستان چی کار از درست شده میتونه برین ارزیابی کنیم که از این روزی که قیومی هم اونجا رفته چی حاصل را بار آورد جزی که اشرف غنی هم گروپ خود تقویه میکنه و یک چند نفر با خود برده اما تو دکتر عبدالله از طرف این از هالند رفیق دوران جنگای کابل خود نورالحق علومی را آورد و وزیر داخله ساخت هر کس یک نفر را میاره پهلوی خود می نشان اشرف غنی هم امیر میشناخت برد قابل تبصره است وقتی یاد میشه یکی از مثال ها امیر شما میتونین بتین برای مردم افغانستان آیا این دشمنی است با قیومی؟ آیا دروغ است در برابر آقای قیومی ما دروغ میبندیم؟ ولی که مدیر نیست و رئیس بود و بسیار عالیشان آدم است و از بد بتر که خدا شخص عالیشان این کارای خرد و ریزه را چرا این کارا را میکن؟ باید این حرفا را که شما میزنین یک کمه که اوشتان بگیرین با مو ضربه میرسانین از دوستی های زیاد بله سلام علیکم و علیکم سلام بفرم سلام علیکم خطاب سه محترم همی تعداد مردم هایی که از اینجا رفتن به افغانستان کمر اشغالگرا را بسته کردن و در گروپ میمیشه امیر یک ما یک کوتاه یک فکایی به خدمتتان میگویم بچه یکی 10 ساله هارمونیه میزد مادرش صدا کرد که یا جانم بی فوت شده امی هارمونیه چرا میزنی؟ مادر جان تو خبر ندیدی گفت من از این پردای سیاه ایزی کار میگرم حالی مناسب به تحت نظام ایزی یا ناصر سست ایمان هستن ایمان ندارن اینا با کسایی که مملکت فروخته با جهاد در برای اینا رواست اینا از سایه اسلام خارج شدن
یک خدا بازی میتونم که به تحت نام رئیس بدم و میرم کمک میکنم، خدا بازی میتونم خدا از پرده های سیاه استفاده میکنه در این ماتم. همینطور از نوری صاحب بشار یک فکایی مقبول بشاری چیزای ما و سیاست افغانستان یک فکایی، یک خوشتبی، یک مثال، یک لندای، یک دوبیتی بشار جالب میوفته با اون گروانج گفته بعضی هم میخوره. کوشش کنیم که حداقل واقعیت ها رو بیان بداریم بی پرده. یک چند سبای هستیم و میریم پس کلای خودمی، خود زندگی بسیار کوتاست. گفته همون بودا یک جمله بسیار جالب گفته بود که The trouble is we think we have time. مشکل ما انسان ها همی است که فکر میکنیم که یک وقت داریم دیگام. و یقینا نمیتور است همی اسرائیل وقتی جلوی ما استاد میشه باز همون وقت آدم پوره است و که کل دارایی تا بیتی و هستی تا بیتی و یک دقیقه وقت باز برات نمیده که خریداری کنی. از همی وقتی که خداوند برای شما حیاتی که برای شما ارزانی فرموده در درون از او رازها موجود است و هیچ انسان نه شما نمیتونین پیدا کنین که برای دائم زنده هست، هر یکی مزی مرگ میچشه. خود قرآن گفته واقعیت زندگی حیات ما مردم است. فرق بعض انسان ها در طول تاریخ در برابر کتله وسیع همی است که یکی جرقه فکری بعضی انسان ها، تباهر بعضی انسان ها، استعدادهای بعضی انسان ها، اعمال بعضی انسان ها خط و سیر تاریخ کتله ها را به یک جهت تغییر داده، برای خیر و فلاح اجتماعات بسیار کاری افتاده. و دیگه 99% مردم میان و سر تولید مثل میکنن، چوچه بچه میزاین، مثل دیگه موشا واری، حیوانات واری، یک کاری بسیار ساده و طرف و سر همون روزگزرانی پس میرن، در مخاک داخل میشن، مؤثرات بسیار اجتماعی عام ندارن، حتی در همون ولقه فامیل و محل ناکام میباشن. یا خداوند در تقدیری از وامتر نوشته کده که همی rule of 1% and 99% همتر بوده و یایی که خود انسان ها مسئول هستن و چرا از استعداد بشری خود استفاده نمی دارن برای راستای خیری دیگران. بیاند اقل همون وسائل ممکنی که دارین، یک شمی یک تلویزیون ابتدایی با پول چند تا اعلان و اعلان فوتی و فروش یک کرگک و یک مواد یا کمک و تعاون دوستا که عضو تلویزیون شدن، به همین زور دلی را میچرخانیم میچلانیم یک ارزش برای شما روی کار آوردیم که از او افغان ما استفاده کنم برای خیر و فلاح افغانستان. ما بیشتر استدیوی عالیشان نداریم، یعنی پول گزاف دارید تلویزیون ریختانده نشده و ما خوش هستم به همین کم ما بیشتر میتونیم با سر بلند کار کنیم، بگوییم صدای خود پول کسه. و آقا گفت که شما تلویزیون ها از بس که یک قدر ایره غرور ورداشته یک قدر این متمایز نمی سازه، همین کل تلویزیون ها، همین شما تلویزیون ها، ما تلویزیون ها، خو آقای که مغزت پوچ است، یعنی می تلویزیون همی علی سی کلینیک در افغانستان برای خانمای عملی بدبخت افغانستان از همین دریچه تلویزیون اعمار شده. در همین آرنج کمیتی یک مسجد کلان نمی تلویزیون و کمک و تعاون و اعتبار همی تلویزیون اعمار کرده، همی علی یک و نیم هزار آدم در اونجا جاگوزین میشه برای خیر و فلاحی و کشور. در همی تلویزیون بسیار صادقانه عمل میشه، بعضی فندریزنگ ها و پولی که آمده و حبا و دینار از زور به اونجا فرستادیم و مهد علا به صداقت به راستکاری همی تلویزیون به پیش میره که یک ذره موی شما نمیتونین در اینجا کجروی و کجرفتاری را فکر کنید. پروگرام های دینی داره، پروگرام کدام خیانت در اینجا صورت نگرفته. خود ما در اینجا شب و روز فعالانه زحمت میکشم. تلویزیون های افغانستان طلوع هست و به میلیون ها دلار همی اشغال و استعمار کبار گفته بازجا رسمان در گردنش انداخته برای از اینا ترقص دروغ میگه. کانال یک و دیگه و دیگه تلویزیون ها و همی تلویزیون هم که دارم اینجا هست پولی از این هم از کجا میشه؟ پول های خانه و ایرانان بدخشان کلش در جیب از همی افتاد در جلوی چشم شما. شما همی خاقل ندارین که یک چیزی که مقایسه میکنین در اقل شما خب بسنجین که کی را با کی مقایسه میکن. ما نمیخوایم که کدام غرور خدا نخواسته داشته باشیم در برابر
آنچه خداوند فرموده ای چیز نکردیم، مگر حداقل شما حاضر به غرور میایی که او رئیس است و تو نمیفهمی وزیر و ترجمان چطور شده و جغلا گپ میزنه یک نفر و درست نیست. به هر حال دوستان عزیز، وقت به پایان رسید، شما رو به خداوند میسپارم. آقای کریم نوری صاحب روزش یک شنبه از 1 تا 4 فراموش نفرمایند در چی سخن تاس به خدا اسپارم. به مخ خسته